جز از کل نوشته استیو تولتس ترجمه پیمان خاکسار با صدای هلیا مقصودی قسمت دوم پیدایش دیو پرسید آخه از کجا بدونیم باید از کی بخوایم استادمون بشه؟ گفتم من میدونم گاراژ پدرم پر بود از تمام جزئیات زندان و زندگی در زندان. از جمله به لطف شکست دادن رئیس زندان در بیلیارد تمام پرونده های زندانیان. بعد از اینکه این فکر به سرم زد پرونده تمام حیوانات وحشی باغ وحش توفاله های افونی بالای تپه را خواندم و در نهایت پرونده برنده بلا مناظر را دزدیدم. اول مجرمای اداره جاتی و متهمهای به خشونت خانوادگی و کسایی رو که فقط یک بار مرتکب جنایت غیر عمد شده بودن حذف کردم. خب متجاوزارم حذف کردم. چرا؟ چون پول توش نیست. برونو داد زد. بالاخره یکی رو انتخاب کرد یا نه؟ کتاب را گذاشتم زمین و دست کردم توی کیفم و پرونده را درآوردم. قلبم اینقدر تند میزد که پشت سینم حسش می کردم. پرونده را روی چمن سراندم طرف برونو و با دهانی به خشکی یک حوله نو گفتم. آدمتون اینه. برونو نگاهش کرد. بقیه هم جمع شدند. اسم زندانی هری وست بود. حبس ابد. هر جنایت شنیعی که فکرش را بکنی انجام داده بود. دزدی از فروشگاه، حمله و ضرب و جهر، حمله سلاح بی وارد کردن جراحت با قصد قبلی، حمل مواد مخدر، توضیع مواد مخدر، تولید مواد مخدر، تلاش برای رشوه دادن به پلیس در دادگاه، موفقیت در رشوه دادن به پلیس در دادگاه، فرار مالیاتی، مالخری، مالفروشی، آتش افروزی، سرقت، قتل نفس، جنایت هرچه بود و نبود چند اشرت کده آتش زده بود یک بار به مردی در سالن رقص شلیک کرده بود چون با آهنگ والس فاکستروت می رقصیده. در میدان اسب دوانی یک اسب را چاقو زده بود. آرنج و دست و پا و انگشت شکسته بود. ربات و تکه و ذره و ماده شکافته بود. پرونده اولین جرمش به پنجاه سال پیش برمیگشت. چرا اون؟ روی پا پریدم. دنیای زیرزمینی خلافکاری قمار و فحشار رو تحت پوشش داره. اشرت کرده ها و کلوب های شبانه. همه اتفاقا همین جاها میافتند شما یکی رو لازم دارین که با تمام اینا ارتباط داشته باشه زمنن بارها دستگیر شده باشه یه آدم غیر قابل اعتماد به هیچ دردتون نمیخوره باید همه چیز را می سپردن به من میدانستم دارم چه میگویم پسرها تحت تاثیر قرار گرفته بودند. یک نگاه دیگر به زندگی و روزگار هری وست انداختند. اینطور که به نظر می رسید بیشتر از نصف عمرش را تنها در یک سلول گذرانده بود. زندگی با بدو بدوی کم. ادامه دادم. غیر ممکنه بفهمیم جایگاهش تو دنیای زیرزمینی خلافکارها کجاست ولی اگه حتی کارش تلفن جواب دادن هم بوده بازم اینقدر با این دنیا سر و کار داشته که بدون اوضاع همه چیز از چه قراره حرفمو گوش کنید آدمی که برای گند کاریاتون لازم دارین همینه به هیجان آمده بودم هیچ کس مرا اینطوری ندیده بود. چشمهایشان موشکافانه نگاه هم می کردند. صدای ضعیفی در سرم می گفت به جنایت تشویقشان نکنم. ولی تقریبا تمام عمر راه رفتنم را صرف پروردن ایده های عجیب و غریبی کرده بودم که جز کارولین کسی حتی یکی اش را هم نشنیده بود تا حالا برونو گفت برین سراغش و فوراً معده‌ام جمع شد چرا واکنش فیزیکی عجیبی درونم جریان داشت به محض اینکه پیشنهادم پذیرفته شد دیگر ازش بدم آمد حالا دیگر به نظر ایده ای احمقانه و فاجعه بار می آمد. وقتی تنهایی در سرم بود بیشتر دوستش داشتم. حالا که پایش به دنیا باز شده بود دیگر مسئول چیزی بودم که دیگر هیچ کنترلی رویش نداشتم. این اولین نبرد من بود با ایده ها. نبردی که تمام زندگیم ادامه پیدا کرد. نبرد بر سر اینکه کدامشان باید اعلام شوند و کدامشان بسوزند و نابود و دفن شوند. از آنجایی که برونو و دیو سابقه دار بودند تصمیم بر این شد که تری به دیدن هری وست برود و بعد نتیجه را به گروه اعلام کند. یک روز صبح زود وسط زمستان قبل از مدرسه همراه تری رفتم زندان. خیلی مشتاق بودم بروم. نه فقط به این خاطر که ایده خودم بود، چون هرگز به قصری که پدرم ساخته بود نرفته بودم. در خانه ما اسم این زندان قصر بود. آن روز از شهر معلوم نبود. لایه زخیمی از مه خاکستری نیمی از تپه از جمله زندان را بلعیده بود و داشت مثل مار پایین میخزید تا به ما برسد که به زور از تپه بالا میرفتیم. در میانه راه دیوار بی مه روبه روی من قرار گرفت حلقه میشد و گره میخورد رفتیم وسطش وسط سوپ قشنگ 20 دقیقه هیچ چیز ندیدیم برای اینکه سودمان سختتر هم بشود باران شروع کرد به باریدن و جاده خاکی منتهی به زندان تبدیل شد به رودخانه از گل تمام مسیر به کلم فوش میدادم دادم. دهن لق. وقتی دروازه سنگین زندان از میان مه سر برآورد تمام تنم لرزید. تری خوشبینانه لبخند زد. چرا نگران نبود؟ چطور یک موقعیت واحد یکی را اینقدر میترساند که دوست دارد خودش را با رشته های اعصابش خفه کند ولی دیگری را شاد و شنگول می کند. آن طرف دروازه نگهبانی تنها سیخ ایستاده بود. وقتی به میله ها تکیه دادیم با کنجکاوی نگاهمان کرد. گفتم میخوایم هری رو ببینیم. بگم کی اومده؟ مارتین و تریدین نگهبان با بدگمانی نگاهمان کرد. فامیلین؟ نه. پس واسه چی میخوایم ببینینش؟ تری گفت پروژه مدرسه و یواشکی به من چشمک زد. پشت دروازه باد مه را پراکنده کرد و برای اولین بار زندانی را که باعث شده بود مجله اسم شهر ما را بگذارد بدترین جای زندگی در نیو سافس ویلز از نزدیک دیدی از شهر شبیه یک دژ مستحکم بود ولی از نزدیک نه در واقع یک ساختمان واحد نبود چهار عمارت بزرگ ساخته شده از آجر قرمز با ابعادی یکسان به همان بیخاصیتی و زشتی ساختمان مدرسه ما. و اگر در پیش زمینه رشته های سیم را نمیدیدیم بیشتر شبیه ساختمان های اداری معمولی بودند. نگهبان خم شد جلو. سرش را به دروازه سرد فشار داد و گفت پروژه مدرسه آره چه درسی؟ تری گفت جغرافی. نگهبان سرش را با بیحالی خاراند. فکر کنم استکاک انگشتان با پوست سرش مغزش را مثل موتور راه انداخت. آها، قفل دروازه را باز کرد و صدایی مور مور کننده بلند شد. من هم موقع وارد شدنمان به مجموعه زندان همان صدا را تقلید کردم. نگهبان پشت سرمان گفت همین مسیر رو برین تا برسین به پاسگاه بعدی. آرام راه می رفتیم. هر دو طرفمان سیم خاردار کشیده شده بود. سمت راستمان حیاتی سیمانی بود که زندانی ها در آن با تنبلی به مه ضربه می زدند. با آن یونیفرم‌های های جینشان شبیه ارواح آبی رنگی شده بودند شناور در عالم اموات. رسیدیم به پاسگاه بعدی. اومدیم هری وستو ببینیم. نگهبان ریشو چهره ای غمگین و خسته داشت که داد میزد حقوقش کم است و احترامش نگه داشته نمی شود و بیشتر از یک دهه است که کسی در آغوشش نگرفته. بی هیچ سلام و علیکی دست کرد توی جیبهایم و زیر و رویشان کرد. دستانش توی جیبهای تری هم رفتند. تری اش گرفت. وقتی کارش تمام شد گفت خیلی خوب ببرشون تو جیم. مردی از مه آمد بیرون. جیم. دنبالش وارد زندان شدیم. مه هم با ما وارد شد. همه جا بود. از میان پنجره های میله دار به داخل می و به شکل نهری کوچک کف راه روی باریک جاری می شود. از دری باز وارد سالن ملاقات شدیم. همینجا منتظر باشیم. در اتاق جز میزی دراز که هر دو طرفش صندلی گذاشته بودند چیز دیگری وجود نداشت. نشستیم کنار هم که هری وست روبروی من بنشیند ولی نمیدانم چه شد که دلم ریخت. اگر می آمد و کنارمان می نشست و همه مجبور می شدیم زل بزنیم به دیوار چه؟ گفتم بیا بریم. قبل از اینکه تری فرصت جواب دادن پیدا کند هریوست آمد و کنار در ایستاد و به ما چشم قره رفت. دماغش انگار یک بار له شده و بعد کشیده و دوباره له شده بود. این قیافه ای بود که داستانی برای گفتن داشت داستان مشتها وقتی نزدیک تر شد متوجه شدم هری هم مثل تری و همینطور گذشته های خودم وحشتناک لنگ میزند پایش را مثل بار دنبالش میکشید میدانستی بعضی حیوان برای علامت گذاری مقعدشان را روی زمین میکشند. خب به نظرم رسید هری هم داشت همین کلک را میزد. روی زمین خاکالود با پایش شیار میانداخت. خوشبختانه نشست جلوی من و وقتی از روبرو رو دیدمش متوجه شدم سرش به شدت از ریخت افتاده مثل سیبی که یک گاز ازش زده باشند سرخوشانه پرسید چه کاری از دستم برمیاد بچه ها؟ طول کشید تا تری حرف بزند ولی وقتی به حرف آمد گفت خب آقا من و دوستانم یه باند تبهکاری توی شهر داریم که گاهی دزدی می کنیم گاهی دعوای خیابونی را میندازیم هرچند بعضی وقتا توی بیابون دعوا می و ساکت شد. من گفتم اعضای باند کم سن و سالن. بی راهنمایی لازم دارند. باید یکی که مدت ها تو بازی بوده کمکشون کنه. خلاصه اینکه دنبال یه استاد می گردن. هری مدتی فکر کرد. خالکوبیش را خاراند. بعد بلند شد و رفت طرف پنجره. مه لعنتی. هیچی معلوم نیست. خیلی شهر مزخرفی داری نه؟ ولی بدم نمیاد یه فکری به حالتون بکنم. قبل از اینکه بتوانیم چیزی بگوییم هری برگشت رو به ما لبخند زد. دندانهایش یکی در میان افتاده بود. هر کی گفته جوونا ابتکار ندارن غلط زیادی کرده. شما بچه ها امید و به من برگردوندین. تو این دهها سال یه عالم آدم اومدن و رفتن ولی هیچ کدوم از من راهنمایی نخواستن. حتی یه نفر. هیچ وقت ندیدم یکی جرأت داشته باشه بگه من دانش میخوام. یکم به هم بده. همشون یه مش آتل و باطلن بیشرفا. زندگیشون خلاصه میشه تو دستور گرفتن و اطاعت کردن. بلدن چجوری پا قلم کنن. خیلی خوب. ولی یکی باید باشه بگه کدوم پا. بلدن قبر بکنن. ولی اگه کسی بالا سرشون وانسته قبر رو وسط پارک شهر میکنن دو تا کوچه اون برتر پاسگاه پلیس. اگه بهشون نگی گو ساله ها شب شب بکنین سر ظهر بیل و کلنگ میگیرن دستشون. بدترین نوع زنبور کارگرن و بیوفا جوری که باورتون نمیشه. فکر میکنین چند تا از همکارای سابقم واسه ملاقات اومدن این خراب شده. هیشکی حتی یه نفر نه نامه ای نه خبری باید قبل اینکه با من آشنا بشن میدیدینشون نشون از تو کاسه گداها پول خورد میدزدیدن آوردمشون تو راه و چاه و نشونشون دادم ولی اونا راه و چاه نمیخوان میخوان تمام روز عرق بخورن و قمار کنن و و هر کسی هش رو نش کنم. یکی دو ساعت بسته دیگه نه؟ هی شما توفنگم داری؟ تری به نشانه نه سرتکان داد. ظاهرا هری داشت خودش را گرم می کرد. نگفته زیاد داشت. خب اولین معمولیتتون همینه. تفنگ گیر بیارین شما توفنگ لازم دارین زیاد و این اولین درستونه وقتی تفنگ جور کردین سر تا سر شهر مخفیگاه پیدا کنین و قایمشون کنین چون اگه میخواین زندگیتون رو صرف خلاف کنین نمیدونین دشمناتون کی قصد حمله دارن دیگه نمیتونین همینجور راست راست واسه خودتون را برین و از روی شونتون اطراف رو نپایی آمادگی شداری؟ گردنتون کلی ورزش در پیش داره از من بشنوید هر جا رفتین سینما بانک دندون پزشکی به محض اینکه وارد شدین باید یه دیوار پیدا کنین و پشتتون رو بچسبونین بهش آماده شین مراقب باشین نذارین احدی بیاد پشتتون میشنوین چی میگم؟ حتی وقتی میدین آرایشگاه سلمونی رو مجبور کنین از روبرو رو همه کاراشو بکنه هری دستانش را روی میز کوبید و آورد سمت ما زندگی ما این شکلی پسرا ما بنیان زندگی مردم عادی رو میلرزونیم. پس باید محکم باشیم و آماده که بتونیم پشت به دیوار چشم بدرونیم و مشت گره کنیم. بعد یه مدت ناخداگاه میشه. حس شیشون پیدا میکنیم جدی میگم پارانویا باعث میشه آدم تکامل پیدا کنه. ولی اینا رو تو کلاس مدرسه بهتون یاد نمیدن. پیشگویی اتفاق، درک مافوق حسی، تلپاتی، ما جنایتکارا هر چیزی رو قبل از اینکه اتفاق بیفته متوجه میشیم. باید هم بشیم. یه جور مکانیسم بقاست. چاقوها و فشنگا و مشتا یهو سر و کلشون پیدا میشه. همه دلشون میخواد اسم تو روی سنگ قبر ببینن پس بجنبین پسرا زندگی مزخرف منتظرتونه ولی چیزای دیگه ای هم داره دیگه یه آدم معمولی نیستین دیگه نمیتونین دم پنجره واستین و بیرون نگاه کنین ولی من بهتون میگم اون بیرون چه خبره یه مش برده که عاشق آزادی هستند که به خیال خودشون دارن ولی اونا خودشونو به شغلشون زنجیر کردن یا به یه مش بچه که پس انداختن اونا هم زندانیان فقط خودشون خبر ندارن دنیای تبهکاری هم داره به همین وز دوچار میشه. یه چیز روزمره، یه عادت. کل ماجرا دیگه هیچ هیجانی نداره. هر مرج از درون مهرموم شده. به چرخ زنجیر شده. هیچ اتفاق غیر ای نمیافته. برای همینه که اگه حرفای منو گوش بدین از بقیه سر میشین. اونا آمادگیش رو ندارن. عاقلانه ترین کاری که میتونین بکنین اینه که قافلگیرشون گیرشون کنین. برگ برندتون اینه. هوش، قدرت، شجاعت، شهوت، خون، تمع، تمامشون لازمه. ولی خلاقیت این چیزیه که دنیای تبهکاری کم داره. یه نگاهی به اجزای اصلی بندازین؟ سرقت، ورود غیرقانونی، قمار، مواد، فحشا، به اینا میگی نوآوری؟ من و تری ناامید به هم نگاه کردیم. هیچ چیزی جلودار فوران کلمات احمقانش نبود. چقدر دیدن شما به هم چسبید. تمام وجود سر سرحال آوردین و پر از انرژی کردید. اونم درست وقتی که همه چیز دیگه داشت مزه کهنگی میداد. تشکیلات نابود شده هیچ کس ایده جدید نمیخواد. همون چیزای قدیم رو میخوان فقط بیشتر خودشون بدترین دشمن خودشونن اشتهاشون سیری ناپذیره حالا نصیحت بعدی اشتهاتون رو کم کنین تا هزار سال زنده باشین یه مدت با آتیشتون چشم همه رو کور کنین بعد نورتون رو از همه مخفی کنین قدرت خاموش کردن شعله خودتون رو داشته باشین میفهمین؟ عقب نشینی کنین و بعد حمله عقب نشینی حمله راهشینه. گروهتونم جمع و جور نگردارین اینم نصیحت بعدی هر چقدر گروهتون بزرگتر باشه احتمال این بیشتره که یکیشون بخواد بهتون نارو بزنه و بندازتتون تهیه چاله که تلف بشی میدونین چرا؟ برای اینکه همه میخوان در رأس باشن همه اینم درس بعدی در رأس نباشین کنار باشین بله درست شنیدین بذارین بقیه دندون به و مثل گاو واسه هم شاخشونه بکشن سرتون رو بندازین پایین و کار خودتون رو ای بچه های قانون شکن عزیز. هیچی مهمتر از چیزایی که بهتون گفتم نیست. از نردبون خائن حذر کنی. این بهترین نصیحتیه که میتونم بکنم. کاش وقتی سن شما بودم یکی همینا رو به من گفته بود. اون وقت اینجا نبودم. کاش می دونستم این نردبون آخر سر منو گیر میندازه. این نردبون به جای پله تیغ داره. زور زدم از جا بلند شوم. چرا جای رفتن به مدرسه داشتم با این دیوانه حرف می زدم؟ ببینین از من میشنوین اسم در نکنین تا جایی که میشه ناشناس بمونی همه بهتون میگن همه این چیزا برای شهرته غلط کردن همه میخوان کاپون و نتی و اسکویزی تیلر بشن میخوان اسمشون تا ابد تنین داشته باشه مثل نت کلی خب بذارین بهتون بگم تنها راهی که اسمتون تنین پیدا میکنه اینه که با تگرگ گلوله سوراخ سوراخ بشی اینو میخوای معلومه که نه حالا یه نصیحت جدید آمادگیشو داری نمیخواد به دنیا بفهمونین کی رئیسه عصبانیشون میکنه از حسادت دیغ میکنن یه گروه بی سر دسته باشی. به همه این طور حالی کنین که عضو تاونی دموکراتیک تبهکاری هستی. اینطوری سردرگم میشن. اینجوری نمیفهمن باید با مسلسل بیان سراغ کی. این یه نصیحت غیر قابل انکار پسرا. خود نمایی نکنید. چهره نداشته باشین ناموجود باشین به اون دلقکا حقه بزنی بذارین حدس بزنن ولی نذارین بدونن پارادوکس تبهکار بودن اینه که برای پیش بردن کارهاتون نیاز به شهرت دارین ولی همین شهرت به کشتنتون میده ولی اگه شهرتتون اسرارآمیز باشه اگه توی یه انجمن سری باشین مثل تمپلارها میدونین تمپلارها کی بودن؟ معلومه که نمیدونی گفتم تمپلارها اعضای یک گروه نظامی مذهبی بین المللی بودند که سال 1118 تأسیس شد موقع جنگ های سلیبی چشمان هری دوخته شد به من چند سالته؟ چهارده یه پسر با سواد چه جالب این چیزیه که طبقه کار کم داره یکم شعور و سواد من فقط همراه هم خلافکاری مربوط به تری میشه وای چه حیف چه حیف پس تو حواست به داداشت باشه که درست و حسابی درس بخونه و اندازه کافی آدم نفهم کل پوک تو این کار داری شک نکنی به حرف برادرت گوش کن تری باشه باشه خوب شد چه خوب شد که اومدین سراغ من سراغ هر کس دیگه میرفتین یه مش تکرار مکررات میچپون تو مختون که اگه بهش عمل میکردین یا کشته میشدین یا یه راست میومدین اینجا پیش خودم نگهبانی از راه رو داد زد وقت تموم شد ظاهرا کلاس امروز تموم شد هفته دیگه بیاین تا بهتون بگم چجوری اعتماد پلیسا رو جلب کنید نگهبان داد زد. گفتم وقت تموم شد. حالا دم در بود و با عصبانیت پلک میزد. خیلی خوب بچه ها. شنیدین چی گفت. بزنین به چاک. ولی برگردین. خیلی چیزا دارم بهتون بگم. بعدشم از کجا معلوم؟ شاید یه روز با هم کار کردیم. اینکه حبس عبد دارم دلیل نمیشه هیچ وقت نیام بیرون. ابد دقیقا به معنای ابد نیست یه اصطلاحه یعنی ابدیتی که در واقع از زندگی کوتاهتره البته اگه منظورم رو بفهمید. وقتی ما رو از اتاق می بردن بیرون هری هنوز داشت حرف میزد به نظر برونو و دیو توصیه های هری مفت هم نمی ارزید. یک شخصیت زیرزمینی ناشناس؟ تاوانی دموکراتیک تبهکاری این چه جور مزخرفی است؟ معلوم است که دوست دارند اسمشان تا ابدیت تنین بیاندازد. بدنامی جزء اولین اولویت ها در برنامه کاریشان بود. از حرفهای هری فقط بخش مربوط به تهیه و پنهان کردن اسلحه جذاب بود. برونو گفت ما بدون تفنگ هیچی نیستیم. باید بریم مرحله بعد. از فکر اینکه مرحله بعد ممکن است چه فجایعی همراه خود داشته باشد به خودم لرزیدم. ولی نمیدانستم چطور باید با آنها بحث کنم چون خودم هری را پیشنهاد داده بودم ضمنا برادرم را هم نمی توانستم از زندگی خشن بیرون بیاورم مثل این بود که یک آدم کوتاه قد را ترغیب کنی قد بکشد هرچند که میدانستم تری آدم بیرحمی نیست و فقط کل خر است برای سلامت جسمانیش ارزشی قائل نبود و این بی تفاوتی را تا بدن دیگران هم امتداد میداد ماهی یک بار میرفت ملاقات هری همیشه هم تنها با اینکه بارها از من خواست و با اینکه هری گاهی چرت نمی گفت از همراهی با تری تفره می رفتم. فکر می کردم هری دیوانه خطرناک است و یا ابلهی غیر قابل تحمل. بدون گوش کردن به مزخرفات او هم می توانستم اموراتم را بگذرانم. با این حال حدود شش ماه بعد از اولین ملاقات دوباره برگشتم زندان. این بار بدون تری. چرا؟ هری خواسته بود مرا ببیند. بعد از التماس های تری با بیمیلی قبول کردم و وقتی هری لنگ لنگان وارد اتاق شد روی صورتش چند کبودی و بریدگی دیدم که معلوم بود مال همین یکی دو روز است. هری گفت باید طرفم رو ببینی. خیلی خوشگل شده. و نشست روی صندلی. کنجکاو به من خیره شد. من هم با بی جواب نگاه خیرش را دادم. نگاه های خیره امان از نظر ماهوی کاملا با هم تفاوت داشت. خب مارتی. میدونی وقتی به تو نگاه میکنم چی میبینم؟ یه بچه ای که دوست داره مخفی باقی بمونه. ببین. یه بخشی از دست تو با آستینت پوشوندی. سرتو خم کردی. فکر کنم این جای بچه ای هست که آرزو داره نامرئی بشه. برای همین میخواستی منو ببینی؟ تری خیلی راجع به تو حرف میزنه. همه چیزو درباره تو به من گفته. خیلی کنجکاوم کردی. چه خوب؟ به من گفت هیچ دوستی نداری. نمیدانستم درباره این موضوع چه باید بگویم. نگاه کن چه جوری صورتش رو جمع کرده. خیلی جزئی تقریبا هیچی. فقط دور چشا. تو داری منو قضاوت میکنی مگه نه؟ خب بفرما ای مردم گریز کوچولوی من. کاملا معلومه که من قبلا قضاوت شدم قضاوت و محکوم و مجازات. خدای من تا حالا چنین موجود ناراحتی ندیده بودم اونم اینقدر کم سن و سال کاملا پیش آره؟ گفتم چی میخوای؟ قبلا بهت گفتم هیچ علاقه به جرم و جنایت ندارم ولی من به تو علاقه دارم دوست دارم ببینم تو این دنیای بد گنده چجوری از پس خودت برمیای؟ مطمئنا شبیه برادرت نیستی. اون یه آفتاب پرست راحت خودشو با همه چیز تطبیق میده. و همینطور یه سگه. وفادار. به شنگولی یه چلچله. برادرت خلق و خوی جالبی هم داره. هرچند که هری به جلو خم شد و گفت یه چیز نامتعادلی تو وجودش هست. مطمئنم تو قبلا متوجه شدی. شده بودم. شرط میبندم چیزی از زیر چشم تو در نمیره. نه مطمئن باش این جمله تکراری رو نمیگم که تو منو یاد بچگی های خودم میندازی. چون حقیقتش رو بخوای نمیندازی. تو منو یاد اعلان خودم میندازی یه مرد تو زندان و خیلی برام وحشتناکه که میتونم این مقایسه رو بکنم درست نمیگم تو فقط یه بچه ای منظورش را فهمیدم ولی خودم را زدم به آن را تو و برادرت منحصر به فردی از هیچ کدوم از آدمای اطرافتون تأثیر نگرفتید. تقلید کسی رو نکردی. سوای همه این حتی شبیه همدیگه هم نیستی. اینجور فردیت شدید چیز نادریه. میدونی جفتتون سرکرده ی مادرزادی. شاید تری باشه. نه تو هم هستی مارتین مشکل تو اینه که تو این دهکوره زندگی میکنی اون جنس آدمی که ممکنه دنبال روی تو باشه اینجا رشد نمیکنه یه چیز رو به هم بگو تو زیاد از آدما خوشت نمیاد درسته بد نیسته فکر میکنی تو از بقیه سرتری نه. پس برای چی ازشون خوشت نمیاد؟ در فکر بودم که سر درد دل را با این روانی مجنون باز کنم یا نه. یک آن به ذهنم رسید تا حالا کسی برای افکار و احساساتم تره هم خورد نکرده. هیچ کس برای خودم هم تره خورد نکرده. گفتم احساس می کنم بدون فکر کردن تصمیم می گیرن. این خیلی عصبانی می کنه. ادامه بده. به نظرم میاد اونا خودشون رو با هر چی دستشون برسه سرگرم میکنن تا یه وقت به هستی خودشون فکر نکنن. وگرنه چرا سر اینکه کدوم تیم برده سر همسایش نوله و لورده میکنن جز اینه که این کار بهشون کمک میکنه به مرگ محتوم خودشون فکر نکنن میدونی داری چی کار میکنی؟ نه داری فلسفه میبافی نه خیر بله تو یه فیلسوفی داد زدم نه نیستم من نمیخواستم فیلسوف باشم فقط بلدن بنشینند و فکر کنند چاق میشوند هیچ کاری بلد نیستند حتی بلد نیستند علف حرز باخچهشان را حرس کنند بله مارتین هستی نمیگم فیلسوف خوبی هستی ولی ذاتا فیلسوفی این یه توهین نیست مارتین حالا گوش کن به من برچسب زیاد زدن جانی آنارشیست یاقی بعضی وقتها هم زباله انسانی ولی هیچ وقت کسی به هم نگفته فیلسوف و چقدر حیف چون یه جورایی هستم. من زندگی خلاف جریان رو انتخاب کردم. نه فقط به این خاطر که جریان عادی حالمو به هم میزنه. بیشتر به این دلیل که منطق جریان برام زیر سؤاله. حتی مطمئن نیستم که این جریان اصلا وجود داشته باشه. چرا باید خودمو به چرخ زنجیر کنم وقتی خود چرخ یه وسیله است، یه اختراع، یه رویای عمومی برای به بردگی کشیدن ما؟ هری خم شد جلو و بوی گند سیگار در دماغم پیچید. تو هم اینو حس کردی مارتی. خودت گفتی که نمیفهمی چرا اعمالشون رو بدون تفکر انجام میدن. میپرسی چرا؟ این برای تو سوال مهمیه. حالا من ازت میپرسم. چرا اینقدر چرا میگی؟ نمیدونم اتفاقا میدونی اشکال نداره مارتی به هم بگو چرا خب از جایی که یادمه مادرم هر روز عصر به هم یه لیوان شیر سرد داده چرا گرم نیست چرا شیر چرا به هم آب نارگیل یا شربت انبه نمیده یه بار ازش پرسیدم. گفت همه بچه های همسن تو شیر میخورن. یه بارم موقع شام به خاطر اینکه آرنجم و گذاشته بودم روی میز دعوام کرد. پرسیدم چرا؟ گفت کار زشتیه. گفتم به کی بر میخوره؟ به تو چرا؟ دست پاچه شد. و وقتی داشتم میرفتم بخوابم چون ساعت هفت شب وقت خواب بچه های زیر هفت ساله فهمیدم کورکورانه از دستورات زنی پیروی میکنم که خودش کورکورانه از شایعه ها پیروی میکنه فکر کردم شاید همه چیز نباید اینطوری باشه شاید بتونن یه جور دیگه هم باشن هر جور دیگه. پس فکر میکنی مردم چیزهایی رو پذیرفتن که ممکنه صحیح نباشن؟ آخه مجبورن چیزها رو بپذیرن وگرنه نمیتونن زندگی روزمرشون بکنن. باید خانوادهشون رو سیر کنن باید بالا سرشون یه سقف داشته باشن اینکه یه گوشه بشینن و فکر کنن و بپرسن چرا براشون تجمل حساب میشه هری با خوشحالی دست زد حالا تو دیدگاه متضاد انتخاب کردی تا صدای مخالف رو بشنوی تو داری با خودت بحث و جدل می کنی مارتی. اینم یه نشونه دیگه برای فیلسوف بودنت. لعنت به هر چی فیلسوفه. من فیلسوف نیستم. هری بلند شد و آمد نشست کنارم. صورت له و لورده ترس ناکش نزدیکم بود. ببین مارتی بذار یه چیزی بهت بگم. زندگی از این بهتر نمیشه. به بدترین لحظه زندگیت فکر کن. داری بهش فکر میکنی؟ خب بذار بهت بگم. از اون لحظه به بعد تو سراشیبی انحطاط افتادی. شاید. خودت میدونی هیچ شانسی برای خوشبخت شدن نداری. خبر بدی بود و من هم بدترین برداشت را کردم. چون این احساس ناخوشایند به من دست داد که هری درکم می کند. عشق به چشمانم آمد ولی با آن جنگیدم. بعد شروع کردم فکر کردن درباره اشک. چرا تکامل کاری با بدن انسان کرده که نتواند غمش را پنهان کند؟ آیا برای بقای گونه ما حیاتی بوده نتوانیم مالی خولیایمان را پنهان کنیم؟ چرا؟ فایده تکاملی گریستن چیست؟ برانگیختن همدلی؟ آیا تکامل گرایشی ماکیاولیستی دارد؟ بعد از گریه شدید به آدم حس کرخی و خستگی و بعضی وقتها هم خجالت دست میدهد. خصوصا اگر عشقها بعد از تماشای تبلیغ تلویزیونی چای کیسهای سرازیر شده باشند. آیا این نقشه تکامل برای خار کردن ماست؟ تحقیر ما؟ لعنتی. هری پرسید میدونی به نظرم باید چه کار کنی؟ چیکار؟ خودتو خلاص کن. نگهبان داد زد. وقت تموم شد. هری داد زد. فقط دو دقیقه. نشستیم و به هم زل زدی. آره توصیم بهت همینه. خودکشی برای تو بهترین کار ممکنه. مطمئنم یه صخره چیزی این دور و اطراف هست. بی خودم وقت تو بابت یاد داشت نوشتن تلف نکن. سرم کمی حرکت کرد. ولی آنقدر جزئی که مشخص نبود در تعیید است یا تکذیب. یک بازتاب ناچیز نگهبان داد زد گفتم وقت تموم شد این بار از کنار در هری نگاهی نسارم کرد که باعث واکنشی زنجیری در اعما و احشایم شد گفت خب پس فکر کنم این یه جور خداحافظیه وقتی در یک در زندگی می کنی از لحاظ مکان بلقوه پرش کم بود نداری. شهرمان با دیوارهای های سخری احاته شده بود. پرشیبترینشان ترینشان را پیدا کردم و ازش بالا رفتم. سعودی خسته کننده و تقریبا عمودی به لبهی که با درختان بلند احاطه شده بود. بعد از ترک زندان به این نتیجه رسیدم هری راست میگوید احتمالا من فیلسوف بودم یا دست کم یک بیگانه ابدی و زندگی هم قرار نبود برایم راحت تر شود خودم را از جریان جدا کرده بودم از کشتی مادر کنده بودم. حالا داشتم با عجله میرفتم سمت فضای لایتناهی ترسناک بالای سرم. حس و حال صبح نورانی با کاری که میخواستم بکنم تجانس نداشت. ولی شاید این چیزی بود که میخواست من فکر کنم. آخرین نگاه را به اطراف کردم. در دور دست شبه محو لبه های بریده بریده تپه ها را دیدم. و بالا سرشان آسمان را که به نظر پنجرهی بلند و دست ناپذیر می آمد. نسیم ملایمی موج موج بوی گرم گلها را با خود می آورد. فکر کردم گلها واقعا دوست داشتنی ولی نه آنقدر که بتوانند توجیهی باشند بر حجم خفه کننده اشعار و نقاشی هایی که با الهام گرفتن ازشان پدید آمدن. در حالی که تقریبا هیچ نقاشی یا شعری درباره بچههایی که خودشان را از بالای صخر پرت می کنند وجود ندارد. یک قدم به لب نزدیک تر شدم. از فراز درختان صدای پرنده ها را میشنیدم. آواز نمی خاندند. این طرف و آن طرف می پریدند و برگ ها را تکان میدادند. پایین روی زمین سوسکها در خاک میلولیدند و به مرگ فکر نمی کردند. به نظرم نیامد جای خالیم چندان هم احساس شود. فکر کردم بودن در هر صورت تحقیر کننده است اگر کسی ما را در حال ساختن فاسد شدن خلق کردن تباه شدن باور داشتن و پلاسیدن ببیند نمیتواند از خنده دست بردارد پس چرا نه من از انتحار چه میدانم فقط اینکه عملی ملودراماتیک است و همینطور پذیرفتن اینکه اینجا زیادی گرم است و میخواهم از این آشپزخانه مسخره بزنم بیرون درست لب صخره ایستادم فکر کردم اگر کارولین نشم را ببیند جیغ زنان خواهد گفت من این لاشه له و لورده رو دوست داشتم. ارتفاع ترسناک را نگاه کردم. دلم ریخت و تمام مفاصلم قفل شد و این فکر وحشتناک به سرم زد. شاید تو زندگی را به تنهایی تجربه می کنی. می توانی هر چقدر دوست داری به یک آدم دیگر نزدیک شوی. ولی همیشه بخشی از خودت و وجودت هست که غیر قابل ارتباط است. تنها می میری. تجربه مختص خودت هست شاید چند تا تماشاگر داشته باشی که دوستت داشته باشند ولی انزوایت از تولد تا مرگ رسوخ ناپذیر است اگر مرگ همان تنهایی باشد منتها برای ابد چه تنهایی بیرحم ابدی و بی امکان ارتباط ما نمیدانیم مرگ چیست شاید همین باشد پشیمان شدم و از لبه صخر کنار کشیدم در جهت مخالف دویدم و فقط برای پریدن از روی سنگ های بزرگ توقف کردم. برگشتم پیش هری وست تا هرچه از دهنم در می آمد به او بگویم. از دیدنم تعجب نکرد. پس نکردی ها؟ فکر می کنی حتما باید به زمین گرم بخوری تا جون خودتو بگیری؟ خب بذار یه چیزایی بهت بگم که بی خود وقت تو تلف نکنی. یس yes, قر نداره. تو هیچ وقت به انتهاش نمیرسی. و برای همینه که من میدونم تو هیچ وقت همچین کاری نمی کنی. تو این کار نیستی. ببین کسایی که برای زندگی و خانواده و از این جور چیزا ارزش قائلن اولین آدمایی هستند که این اشتباهو میکنن ولی اونایی که خیلی به اشغا و دارایی هاشون اهمیت نمیدن اونایی که به بی هدف بودن این چیزها واقفن همونایی هستند که نمیتونن این کار رو بکنن. میدونی تنز ماجرا کجاست؟ خب همین الان یکیشو شنیدی. اگه به جاودانگی باور داشته باشی میتونی خودتو خلاص کنی. ولی اگه با خودت بگی زندگی یه چشمک کوتاه بین دو خلع بیکران که انسان ناعادلانه بهش محکوم شده جرأتش رو پیدا نمی کنی. ببین مارتی تو نراه پس داری نراه پیش اونقدر امکانات نداری که بتونی درست زندگی کنی از اون طرفم نمیتونی به مرگ راضی بشی حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم. من فقط چهارده سالمه. من و تو سرنشین یک کشتی هستی. اینجا تو زندان نمیشه درست زندگی کرد. نمیتونی با دخترها قرار بذاری یا برای خودت غذا درست کنی یا دوست پیدا کنی یا بری دنسینگ یا از این مدل کارایی که به خامه گرفتن از سطح زندگی معروفن کارای خاطر انگیز. پس منم مثل تو نمیتونم زندگی کنم. مثل تو نمیتونمم بمیرم دوباره ازت سوال میکنم باید چی کار کنی؟ نمیدونم باید یه چیزی خلق کنی بلدی نقاشی بکشی اصلا میتونی قصه بگی و بنویسی نه هنرپیشگی بلدی نه بلدی شعر بگی نه ساز بلدی بزنی حتی یه نوت میتونی ساختمون طراحی کنی نه. خب بالاخره یه چیزی به ذهنت میرسه. راستش فکر کنم خودت میدونی چی رو میگم. نه نمیدونم. چرا میدونی؟ واقعا نمیدونم. خودت میدونی که میدونی. حالا به جم از اینجا برو بیرون. مطمئنم عجله داری هرچه زودتر شروع کنی. نه هیچ عجله ندارم چون اصلا روح هم, خبر نداره داری راجع به چی حرف میزنی گیج و خالی از زندان آمدم بیرون نمیدانم در آستانه انفجاری ناگهانی یا کشفی فوقالعاده مرد گفت خلق کن چی خلق کنم باید فکر می کردم یک ایده لازم داشتم. احساس سنگینی می کردم و لخ, لخ کنان پنج خیابان شهرمان را بالا و پایین کردم. وقتی به انتهای یکیشان رسیدم و کم کم داشتم وسط علفها راه می رفتم، چرخیدم و دوباره وارد خیابان شدم. چرا حاضر نبودم خطر کنم و راهم را در فضای سبز وحشی که شهر را احاطه کرده بود ادامه دهم خب راستش دوست داشتم از طبیعت الهام بگیرم ولی حقیقتش را بخواهی این طبیعت بی پدر تمام داشته هایم را هم ازم میگیرد همیشه همین طور بوده و همیشه هم همین طور خواهد ماند. با تماشای درخت و جفتگیری ساریق ها هیچ فکر فوق به کلم نمیزند. البته فرشته خفته درون سینم در مواجهه با طلوعی نفسگیر یا نهری جاری مثل مال بقیه به جنب و جوش می افتد ولی به جایی راهنماییم نماییم نمی کند. ساقه های لرزان علف زیبایند ولی ذهنم را با خلعی بزرگ پر می کند. احتمالا موقع گفتن این جمله همین حس را داشته. درختان نمیتوانند چیزی به من بیاموزند از روی غریزه میدانستم فقط از بشر و ساخته های دست بشر است که میتوانم الهام بگیرم خیلی غیر رمانتیک است ولی اینجوری ساخته شدم. در تقاطوها می ایستادم و مردم را نگاه می کردم که پی کارهایشان این طرف و آن طرف می رفتند. به سینما نگاه کردم، به فروشگاه نگاه کردم، به آرایشگاه نگاه کردم، به رستوران چینی نگاه کردم. اینکه هرچه چه برابر چشمانم بود از سوپ آغازین جوان زده بود برایم معمایی بود ژرف و درک نشدنی یک بوته پربرگ که از انفجار بزرگ به این طرف تکامل پیدا کرده هیچ چیز پیچیده‌ای برایم ندارد ولی اینکه یک پستخانه به این خاطر وجود دارد که کربن در یک ابر نو اختر منفجر شده برایم پدیدهی چنان غیر طبیعی و ترسناک است که سرم را به دوار می اندازد. بعد فهمیدم. بهش میگویند الهام. ایده های ناگهانی که درست زمانی که فکر می کنی احمقی بیش نیستی در مغزت منفجر می شود. تمام مدتی که به طرف خانه می دویدم در این فکر بودم که هری هم به من درس داده بود و هم به تری. منتها به شیوهی متفاوت. ولی راستش فکر می کنم. تری هیچ چیز از هری یاد نگرفت. شاید فقط چند توصیه کار بردی. ولی از فلسفه هیچ. از اصل ماجرا. اولین پروژه من ذاتن آدمی فنی نیستم. ساخته های دست من که احتمال دارد هنوز در این دنیا وجود داشته باشند اندکند. در یکی از مراکز دفن زباله کشور یک زیرسیگاری بدقواره هست. یک دستمال گردن ناتمام. یک صلیب کج و کوله به اندازه ای که یک گربه به تواند خود را بران بابت گناهان آینده بچه گربه های متولد نشدهش قربانی کند. یک گلدان بدترکیب و شیعی که شب بعد از ملاقاتم با هری در آن زندان بوگندو ساختم. یک جعبه پیشنهادات با خوشبینی درستش کردم. برای خودش قاری بود. پنجاه سانتی متر طول سی سانتی متر عمق. اینقدر جادار بود که راحت چند هزار پیشنهاد داخلش جا شد جبه شبیه یک کله مکعبی بود و بعد از اینکه سیقلش دادم، ارهی برداشتم و دهانش را گشاد کردم. گوشه هایش را هم کمی باز کردم تا جوری به نظر بیاید انگار دارد لبخند میزند. اولین فکری که به سرم زد این بود که بگذارمش سر یک چوب و فرو کنمش یک جایی وسط شهر. ولی وقتی آدم چیزی را می سازد که همه به آن دسترسی دارند، باید خرابکارها را هم در نظر داشته باشد. هر جایی روی زمین خرابکار دارد. حتی فراتر از زمین. ساختار شهر ما را در نظر بگیرید یک خیابان عریض سبانده که چهار خیابان کوچکتر در چهار نقطه قطعش می کند. در یکی از تقاطوها مرکز زلزله قرار دارد شهرداری بالاخره همه باید دست کم روزی یک بار از کنارش عبور کنند بله این شهرداری است که باید برای اولین بار حضور جعبه پیشنهادات را به شکل رسمی اعلام کند ولی برای اینکه پایدار بماند نباید کسی بتواند به راحتی آن را از جا بکند باید بخشی از بنا بشود بخشی از خود شهر داری کاملا آشکار بود که باید جوش داده میشد ولی سعی کنید چوب را به سیمان جوش بدهید یا به آجر تمام حیات را به دنبال آهن پاره های زیر و رو کردم که سر از سقف انباری پدرم در نیاورده بودند. با اره یک تکه آهن را به چهار قسمت بریدم و با دستگاه جوش پدرم بالا و پایین و دو طرف جعبه را زیر ورقه های آهن دفن کردم. بعد یک قفل به آن زدم و ساعت سه صبح که همه خواب بودند و دیگر هیچ چراغی روشن نبود جعبه را به نرده پلکان ورودی شهرداری جوش دادم. کلید قفل را گذاشتم داخل پاکت و انداختم جلوی در خانه پاتریک آکرمن عضو بیروه شورای شهر. روی پاکت اسمش را نوشتم. و داخلش این جملات را من کلید توانایی های بلقوه شهرمان را به شما می سپارم شما سرور کلید هستید از این موقعیت سوء استفاده نکنید کند و تنبل و توجه نباشید شهرتان روی شما حساب میکند به نظرم متن موجز و ظریفی آمد. وقتی سپیده دم خود را بر تپه ها گسترد و زندان در زمینه نوری نارنجی و شوم پدیدار شد، نشستم روی پله و شروع کردم به نوشتن پیشنهادات افتتاحیه. باید زیبا می بودند و الهام بخش، هیجان انگیز و معقول. بنابراین از پیشنهادات نشدنی و عجیب و غریب صرف نظر کردم. اولینش این که شهر را از وسط این دره دلگیر به کنار آب منتقل کنیم. ایده خوبی بود ولی خارج از قلم رو به قدرت شورای سنفره شهر که تازه یکیشان هم از سیلاب به این طرف هیچ جا دیده نشده بود. نه اولین پیشنهادات باید قابل اجرا می بودند و اهالی شهر را ترغیب می کردند. پیشنهادات هم اینها بودند. یک از جمله موهن بدترین مکان زندگی در کل نیو سافس ویلز به نفع خودمان بهره برداری کنیم. باید درباره اش کنیم، تابلو بزنیم، شاید همین ویژگی باعث جذب توریست ها شود. دو برای جک هیل آرایشگر شهر تلاش شما برای اصلاح سر مردمان این شهر به رغم روز فلش کننده تان قابل تقدیر است. ولی نتیجه همت شما این شده که آدم های این شهر بدترین، نامتقارنترین و خلاصه عجیبترین مدل موی جهان را داشته باشند. شما همه ما را به دلغک سیرک تبدیل کرده اید. لطفاً قیچی مرتعشتان را بازنشسته کنید و یک شاگرد استخدام کنید. سه برای تام راسل مالک فروشگاه راسل و پسران. اولا که تو پسر نداری. نه تنها پسر نداری زن هم نداری. حالا هم که داری پیر می شوی و به نظر می رسد هرگز پسردار نخواهی شد. قبول تو پدر داری و شاید خودت همان پسری باشی که اسم فروشگاه به آن ارجا داده. ولی تا جایی که فهمم قد می دهد، پدر شما سالها پیش مرده. ده ها سال قبل از اینکه شما به این شهر نقل مکان کنید. بنابراین اسم فروشگاه شما بی است. سانیان مسئول خریدت کیست تام؟ من دیروز در فروشگاهت بودم و اقلامی دیدم که بنی بشری قادر به استفاده از آنها نیست. بشکه های خالی، جام های عظیم مفرقی، مگست هایی به باریکی تسمه و خدای من از سوقاتی هایتان چه بگویم؟ مدل برج ایفل را در پاریس پای خود برج میخرند نه در فروشگاهی در یک شهر کوچک استرالیا میدانم که فروشگاه شما همه چیز می فروشد ولی دیگر زیاده روی کرده اید. فروشگاه شما بیشتر مبهم است تا عمومی. چهار برای کیت میلتون مدیر پارامونت سینمای دوست داشتنی شهر کوچک ما. کیت وقتی یک فیلم هشت ماه روی پرده است می توانی اطمینان کامل داشته باشی تمام اهالی آن را دیدند محض رضای خدا فیلم جدید سفارش بده ماهی یک بار خوب است پیشنهادات را دوباره خواندم و به این نتیجه رسیدم یکی دیگر لازم دارم یک پیشنهاد احساسی مشکل مردم شهر ما موهای بد فرم و فروشگاه های مبهم نبود. توضیح آنچه فکر می کردم مشکل مردم شهرمان است ناممکن بود. مشکلات عمیق‌تر، مشکلات اگزیستانسیالیستی. پیشنهادی به ذهنم نمی رسید که مستقیم به این جنس مشکلات اشاره کند. اشاره به اساس و زیر بنای وجود و نشان دادن شکاف هایش غیر ممکن بود. اینکه همه به اهمیتشان بیاندیشیم بی آنکه بی آن کسی بی جهت احساساتی شود در عوض این فکر به سرم زد که غیر مستقیم به این موضوعات اشاره کنم فکر کردم مشکلات مردم با اولویت‌هایشان ارتباط دارد هایی که باید جا عوض می‌کردند و بنابراین به نظرم رسید علت پنهان تمام مشکلات با دید ارتباط دارد با بخش‌هایی از دنیا که مردم به درونشان راه می‌دهند و بخش‌هایی که نادیده رها می‌کنند ایدم این بود. میخواستم اگر در توانم بود دیدشان را تحصیح کنم. همین راه گشای من شد به پیشنهاد پنجم. پنج روی تپه فارمر یک رستخانه کوچک بنا کنید. هیچ توضیح دیگری ندادم. ولی این دو نقل قول از اسکار وایلد و اسپینوزا را به ترتیب زیل نامه نوشتم. همه ما در منجلابیم ولی برخی از ما چشم به ستارگان دارند و به دنیا از منظر ابدیت نگاه کنید. پیشنهادها را دوباره خواندم و با رضایتی بی لغزاندمش داخل دهان منتظر زمیمه تازه ساز شهر. جعبه پیشنهادات شد نقل محافل شهر. پاتریک آکرمن بدون برنامه ریزی قبلی نشستی برگزار کرد و با لحنی رسمی پیشنهاداتم را از رو خواند. جوری که انگار از عرش آمدند نه از این پایین جایی که من نشسته بودم. هیچ کس نمی دانست جعبه را چه کسی نسب کرده. حدس می زدن ولی نمی توانستند به توافق برسند. مردم شهر به فهرستی هشت نفره از همسایه ها و دوستانشان رسیدند ولی باز هم مطمئن نبودند کار کدامشان است. و البته که به من الف بچه شک نداشتند. از آنجایی که سالها در اغما بودم هنوز فکر می کردند خوابم. عجیب این بود که پاتریک آکرمن حسابی به ماجرا علاقه من شده بود. از آن رهبرها بود که بد جور دلش میخواست نوآور و مترقی باشد ولی انگیزه و ایده نداشت و اینطور که به نظر می رسید حالا جعبه پیشنهاداتم را به عنوان جانشین مغز خودش برگزیده بود. با خشونت هر گونه تمسخر و مخالفتی را رد کرد و به خاطر شدت غیرقابل انتظار علاقش شورا بیشتر از روی حیرت با تمام پیشنهاداتم موافقت کرد. عجیب بود. انتظار نداشتم. مثلا تصمیم بر این شد پل همیلتون پسر 17 ساله یک پای بیکار مونیکا و ریچارد همیلتون فورا به عنوان شاگرد جکیل آرایشگر استخدام شود. تصمیم گرفتن تام راسل به مدت یک سال و پسران را از اسم مغازش حذف کند یا اینکه ازدواج کند و بچه دار شود یا در نهایت یک بچه به فرزندی قبول کند البته به این شرط که پسر سفید پوست باشد و ترجیحاً اهل انگلستان یا اروپای شمالی تصمیم بر این شد که کیت میلتون مدیر سینمای محلی دست کم دو ماه یک بار فیلم سینمایش را عوض کند باور کردنی نبود ولی شوک اصلی هنوز مانده بود. تصمیم بر این شد که فوراً برای راهندازی رصدخانه روی تپه فارمر برنامه ریزی شود و از آنجایی که بودجه اختصاص داده شده به این کار مبلغی جزئی یعنی هزار دلار بود این طرح هم با استقبال روبرو شد باورم نمیشد جدی جدی داشتند رصدخانه میساختند. می ساختند. پاتریک تصمیم گرفت جعب فقط ماهی یک بار آن هم به دست خودش باز شود. میخواست قبل از اعلان عمومی بخواندشان تا یک وقت پیشنهادی بی ادبانه و توهینامیز بینشان نباشد. بعدش قرار شد بحث و رأیگیری شود تا ببینند کدام پیشنهاد را باید اجرایی کرد و کدام را نادیده گرفت. هیجان غریبی داشت. تا قبل از این یکی دو موفقیت در زندگیم داشتم ولی هیچ کدام به اندازه این اولین پیروزی ارزایم نکرده بود. ساختن رصدخانه زمان می برد ولی ایده هم برای استفاده از عنوان مشکوک بدترین مکان زندگی در کل نیو سافس ویلز به عنوان جاذبه گردشگری فوراً اجرایی شد. تابلوها در ورودی ها و خروجی های شهر نصب شدند. بعد منتظر آمدن توریست ها شدی. عجیب اینکه آمدند. وقتی ماشین هایشان وارد شهر شد اهالی قیافه گرفتند و مثل چولاق‌ها ها راه رفتند. وقتی توریست ها سوال می هی hey, اینجا چطوریه؟ چرا اینقدر بده؟ این جواب سربالا را می شنیدند. همینیه که هست. توریستها در شهر راه می رفتند و در تمام چهره ها ناامیدی و افسردگی می دیدند. داخل بار آدم های محلی ادای بدبخت ها را در می آوردند. توریست ها می پرسیدند غذای اینجا چطوره؟ افتضاح. پس میشه یه آبجو بهم بدین؟ بهش آب میبندیم و قیمتش هم دو برابر همه جای دیگه است باشه هی hey, اینجا جدی جدی بدترین جای زندگی در کل نیو ولز وقتی توریست ها می رفتند لبخند ها باز می گشتند و کل اهالی شهر احساس می کردند عجب شوخی بامزهی کردند. همه منتظر باز شدن ماهانه جعبه بودند و در سالن جای سوزن انداختن نبود. ورود به جلسه برای عموم آزاد بود و اکثرا سر پا می ایستادند. جلسات با قرقرهای آکرمن شروع می شد. اعتراضش به این بود که چرا مردم به جای پیشنهاد در جعبه پوست پرتقال و پرنده مرده و روزنامه و پاکت چیپس و آدامس انداختند. بعد پیشنهادات را میخواند. صفی شگفت از طرحهایی برای امکانات بیشتر. به نظر همه در تلسم ایده پردازی گرفتار شده بودند. های بلقوه شهرمان برای پیشرفت و تکامل حالا مورد توجه همه قرار گرفته بود. مردم هر جا می‌رفتند دفترچهای در دست داشتند و ناگهان وسط خیابان می‌ایستادند یا به تیر چراغ برق تکیه می‌دادند یا روی جدول می‌نشستند. ای به سرشان زده بود. همه تون تون ایده هایشان را مینوشتند، آن هم با چه پنهانکاری؟ کاری. چون مجبور نبودند پای برگ اسمشان را بنویسند تمام آرزوها و امیالشان را راحت بیان می کردند و راستش را بخواهم به تو بگویم عجیبترین چیزها به ذهنشان می رسید. اوایل پیشنهاداتی کاربردی مطرح میشد مربوط به زیر ها و مسائل عمومی شهری برداشتن محدودیت های جای پارک کاهش مالیات و قیمت بنزین تثبیت قیمت آبجو روی یک سنت پیشنهادات دیگری بود درباره قطع وابستگیمان به شهر اینکه خودمان بیمارستان و دادگاه و خط هوایی داشته باشیم بعضیها روی تفریحات دست جمعی تاکید داشتند مثل باربیکیو دست جمعی شبهای آتشبازی ارجیهای رومی و پیشنهاداتی بیشمار برای ساخت بناهای مختلف جاده های بهتر، زرابخانه، استادیوم فوتبال، میدان اسب دوانی و به رغم اینکه محصور خشکی بودیم، یک پل دریایی. فهرست پیشنهادات مزخرف تمامی نداشت. پیشنهاداتی که شورای شهر ما اینقدر بزرگ نبود که بتواند اجراییشان کند. چیزی نگذشت که مسائل شهری حوصلهشان را سر برد و مردم علیه هم شدند. پیشنهاد شد خانم داوز نباید جوری در شهر به خرامد انگار از دماغ فیل افتاده و آقای فرنج سبزی فروش شهر وقتی موقع بقیه پول دادن میرسد نباید تظاهر کند حسابش خوب نیست و اینکه خانم اندرسون باید فورا از پوز دادن با نوش دست بردارد چون اگر یک بار دیگر عکس این پسر سه ساله را جلوی صورت این و آن بگیرد همه خدمتش میرسند همه چیز فورا تغییر کرد. چون پاتریک آکرمن زاتوریه گرفت و معاونش جیم بروک جایگزین او شد جیم پیر و تلخ و بدجنس بی ترین و شخصی ترین و مسخره ترین و اعصاب خورد کن ترین پیشنهادات را با لحنی معصومانه می خاند. ولی می لبخندش را بشنوی حتی اگر آن را نمیدیدی جیم آدم کسافت همزنی بود و از آنجایی که ناشناس بودن تزمینی برای راستگویی است و به قول اوسکار وایلد یک نقاب به دست هر کسی بده و حقیقت را بشنو همه خودشان را رها کرده بودند. یک پیشنهاد این بود ای لیندا میلر بدکاره دوروبر شوهران ما نپلک وگرنه می سراغت و بلایی به سرت میآوریم که تا عمر داری یادت نرود. حالا این یکی مگی استد من ای خفاش پیر وقتی نمی توانی ابعاد اشیا را درک کنی حق نداری ماشینت را هیچ جای این شهر پارک کنی و این یکی لایونل پاتس حق ندارد با پولش فخر بفروشد و هر چرا در شهر هست بخرد. و یکی دیگر اندرو کریستینسن تو گردن نداری و من هیچ پیشنهادی برای درست کردنش ندارم فقط میخواستم بگویم و این خانم کینگسون بی خود سعی نکن با پوز دادن درباره وفاداری شوهرت دل همه را آب کنی. دهن شوهرت بوی تخم مرغ گندیده می دهد که از ما تحت یک آدم اسحالی آمده باشد بیرون. بی خود نگران نباش. و این جرالدین ترنت به رغم اینکه به همه قول می دهی به هیچ کس نمی گویی تو دهن لغترین آدم این شهری و از اعتماد بیشتر آدم های این شهر سو استفاده کرده ای. پی نوشت دخترت معتاد است ولی نگران نباش به هیچ کس نمی گویه. مردم با وحشت به جلسات پیشنهاد خانی می آمدند. می ترسیدند اسم خودشان هم مطرح شود. کم کم احساس آسیب پذیری بهشان دست داد. احساس بیپناهی. با تردید یکدیگر را در خیابان نگاه می کردند تا اینکه دیگر کمتر به خیابان می آمدند و در خانه می ماندند. من عصبانی بودم. در عرض چند ماه جعبه پیشنهادات من حقیقتا شهرمان را تبدیل کرد به بدترین مکان زندگی در کل نیو سافس ویلز و بنابراین کل دنیا. در همین دوران دو قلوها 16 ساله شدند و به عنوان هدیه جشن تولد مدرسه را رها کردند. برونو و دیو داشتند برای خرید اسلحه و رفتن به شهر پول جمع می کردند. من هم بالاخره توانستم خودم را از دار و دسته خلافکاریشان خلاص کنم. دیگر هیچ دلیلی وجود نداشت تظاهر کنم حواسم به تری هست و برونو هم بالاخره به جای رسید که گفت ریخت تو که می میخوام تمام دل و رودم و بالا بیارم. و حقیقتش این احساس دو طرفه بود. سودی که از همراهی با آنها به دست آورده بودم سر جایش ماند. همکلاس ها دیگر کاری به کارم نداشتند. هر روز با وحشت از خواب بیدار نمی شدم و حالا ذهنم آزاد بود کارهای دیگری بکند. تا وقتی وحشت از زندگیت رخت نبسته نمی فهمی ترس تا چه اندازه زمان بر است حتی کسر های فراغتم را هم با کارولین گذراندم. هم جذب تنش بودم و هم رفتارهای عجیب و غریبش ذهنش دائما درگیر این بود که مردم همه چیز را از او پنهان می‌کنند با تمام وجود سعی می کرد ازشان داستان بیرون بکشد. فکر می کرد آدم های مسنی که در جاها و شهرهای مختلف زندگی کردند هر چیزی را که زندگی توان ارائهش را دارد تجربه کردند و دوست داشت همه را بشنود. بچه های شهر برایش اهمیتی نداشتند چون چیزی نمیدانستند. به حرف آوردن آدم بزرگ ها، کار ساده ای بود. انگار همیشه دنبال حفره می گشتند تا فاضلا به تصویه نشده زندگی هایشان را در آن خالی کنند. ولی بعد از اینکه کارولین حرفهایشان را میشنید، با نگاه بی تفاوتی که معنایش فقط همین بود سر تا پایشان را می سوزند. او هم اهل کتاب خواندن بود. فقط به چیزهای دیگری در کتاب ها توجه میکرد. کرد. دیوانه زندگی شخصیت ها بود. چطور غذا میخورند، خورند؟ می نوشند، می پوشند, سفر می کنند، کشف می کنند، سیگار میکشند مهمانی میگیرند و عاشق میشوند عاشق رسم و رسوم کشورهای دوردست بود دوست داشت به همه جا سفر کنند. دوست داشت در یک ایگلو عاشق شود لایونل پاتس هم دخترش را به شکل مزهکی تشویق میکرد کارولین می گفت یه روز سر و ته از یه تاب آویزون میشم و برندی می خورم. و پدرش هم همینطور شر رو خوش به حالت. میدونم به هدفت می رسی. آدم باید تو زندگیش هدف داشته باشه. بلند پرواز باش. ولی کارولین به اندازه من از محیط اطرافش جدا نبود. چیزهایی را زیبا میدید که به نظر من زیبا نبودند. لاله های داخل گلدان، سالمندانی که دست هم را می گرفتند. مویی که به وضوح کلاه گیس بود. کوچکترین چیزی باعث می شد از خوشحالی جیغ بکشد. و زنان شهر عاشقش بودند. همیشه کلاهشان را درست میکرد و برایشان گل میچید. ولی زمانی که با من تنها بود آدم دیگری میشد. فهمیدم شیرینیش و شیوهی که با مردم شهر تا میکرد در حقیقت نقابش بود. یک نقاب خوب، بهترین نقاب موجود، یک دروغ راست. نقابش بافتی بود از رشته پاره های تمام بخش های زیبای وجودش یک روز صبح که رفته بودم دم خانه کارولین دیدم تری بیرون خانهشان ایستاده و به پنجره سنگ میزند و سنگ ها میافتند روی بخشی از باغچه که زیر پنجره قرار داشت جا خوردم پرسیدم داری چی کار میکنی؟ هیچی کارولین از پنجره فریاد زد تریدین اینقدر تو باخچه ای ما سنگ پرت نکن اینجا دنیای آزادی کارولین پاتس چین که نیست پرسیدم چه خبر اینجا؟ هیچی حقم اینجا واستم و سنگ پرت کنم شاید کارولین از پنجره بیرون را نگاه کرد برایم دست تکان داد من هم دست تکان دادم بعد تری هم دست تکان داد فقط با این فرق که دست تکان دادنش تن آمیز بود اگر بتوانی تصور کنی چه میگویم کارولین هم به شکل مسخره دست تکان داد که لحنش با دست تکان دادن تری کاملا تفاوت داشت. در فکر بودم تری چه کینه ای از کارولین به دل گرفته. گفتم بیا بریم خونه. یکم سب کن میخوام چند تا سنگ دیگه پرت کنم. با ناراحتی گفتم ولش کن اون دوستمه تری توف کرد و گفت نه بابا بعد سنگ ها را رو انداخ روی زمین و راهش را کشید رفت چه شده بود؟ سر در نمی آوردم البته که آن موقع چیزی درباره عشق جوانی نمی دانستم. برای مثال نمی دانستم می شود با لجبازی بچگانه اظهار عشق کرد. در همین گیر و دار بود که رفتم دیدن هری نمیدانستم این آخرین دیدار خواهد بود در سالن ملاقات نشسته بود و انتظارم را میکشید و جوری با علاقه نگاهم میکرد انگار در خانه یکی از این بادکنک هایی که صدای باد روده ول می کنند زیر تشکم گذاشته بود و میخواست بفهمد صدایش در رفته یا نه. وقتی هیچ حرفی نزدم گفت خب اون پایین آشوب درست کردی؟ منظورت چیه؟ جعبه پیشنهادات همه زده به سرشون مگه نه؟ تو از کجا میدونی؟ گفت از این بالا خیلی چیزا معلومه. صدایش تنین والس چهار ضربی داشت. دروغ میگفت. از آن بالا همه چیز پیدا بود. این ماجرا آخر عاقبت خوشی نداره ولی نباید از خودت متنفر باشی برای همین امروز صدات کردم میخواستم بهت بگم علکی خودتو سرزنش نکن تو صدام نکردی نکردم نه گفت خب من ابرا رو هم صدا نکردم ولی میبینی که هستن و به پنجره اشاره کرد. تنها چیزی که بهت میگم اینه که نزار این نابودت کنه مارتی. هیچ چیزی مثل احساس گناه روح آدم رو نمیخوره. برای چی باید احساس گناه کنم؟ هری شانه بالا انداخت. ولی این پرمعناترین شانه بالا انداختنی بود که به عمرم دیده بودم. بعدا معلوم شد شانه بالا انداختنش درست بوده. با ساختن چیزی به بیزرری یک جعبه خالی دوباره جهت سرنوشت خانوادم را به سمتی شوم تغییر دادم. حدود یک ماه بعد شروع شد. وقتی اسم تری برای اولین بار از جعبه درآمد. آقای دین باید پسرش را کنترل کند. تری تحت تاثیر جوانانی قرار گرفته که اصلاحشان محال است. ولی تری هنوز بچه است، هنوز دیر نشده. تنها چیزی که لازم دارد نظارت خانواده است و اگر خانواده خودش از پس این وظیفه بر آید خودمان آستین بالا می زنیم و یک خانواده دیگر برایش پیدا می کنیم. همه در سالن کف زدند. مردم جعبه را به چشم یک سروش غیبی می دیدند چون پیشنهاد مستقیما از دهان همسایه ها خارج نمیشد و روی کاغذی بود که با مراسم خاصی از جعبه بیرون می آمد و با لحن رسمی جیم بروک خوانده می شود. بیش از لیاقتش توجه برمیانگیخت و اغلب با سرسپردگی آینی ترسناکی پیگیری و اجرا می شد. پدرم آن شب سر شام گفت تقصیر من نیست که هر قدم زور بزنی تا بچه با قوانین سفت و سخت اخلاقی بزرگ کنی بازم فایده نداره. بچه ها بیشتر تحت تاثیر همسن و سالاشون هستن تا پدر و مادرشون. یه رفیق بد کافیه که بچت دیگه هیچ وقت سر به راه نشه. با ترس نشسته بودیم و به حرفهایش گوش می کردیم و افکارش را می دیدیم که مثل قبار در باد دور سرش می چرخیدند. فردایش موقع نهار آمد زمین بازی مدرسه. من و تری دویدیم تا جایی قایم شویم ولی دنبال ما نیامده بود. روی تاب نشست و یک دفترچه گذاشت روی پایش و بازی بچه ها را تماشا کرد و اسم بچه هایی را که به نظرش لایق دوستی با فرزندانش بودند فهرست کرد. معلوم است که همه بچه ها فکر کردند دیوان است. این اتفاق قبل از دورانی بود که فکر می کردن به بچه ها نظر دارد. ولی تلاشش برای سربراه کردن من و تری ترحم و تحسینم را به یک اندازه برمیانگیخت هر از یکی از پسرها را صدا می کرد و با او حرف میزد و یادم است که ته دلم از مصمم بودنش به این تصمیم عجیب و غریب تحت تاثیر قرار گرفته بودم. چه کسی میداند طی این گفتگوهای غیر رسمی چه حرفهایی رد و بدل شد ولی بعد از یک هفته فهرست پدرم شامل پانزده اسم شد بچه های خوب و محترم از خانواده های درست و حسابی نتیجه تحقیق مفصلش را داد دست ما و گفت اینا دوستای مناسبی هستند برین باهاشون دوست شین بهش گفتم با خمیر که نمیتوانم دوست درست کنم پارس کرد اینو به من نگو من میدونم دوست پیدا کردن یعنی چی فقط کافیه برین و باهاشون حرف بزنین ولکن نبود به روزرسانی میخواست نتیجه میخواست میخواست برابر چشمانش رژه دوستان سر به راه ما را ببیند و این یک دستور بود. بالاخره تری به اعضای دار و دسته گفت که چند تا از بچه های از همه جا بیخبر فهرست را متقاعد کنند که بعد از کلاس بیایند به حیات خانه ما. آمدند. تمام بعد از ظهر از ترس لرزیدند و پدرم مدتی آرام شد. ولی جعبه پیشنهادات نه. هنوز تمام چشمهای شهر تری را می دیدند که با برونو و دیو این طرف آن طرف می رود. پیشنهاد بعدی این بود. چون والدین تری مذهبی نیستند پیشنهاد می کنم آموزش های معنوی ببیند. هنوز دیر نشده. تری هنوز قابلیت اصلاح دارد. پدرم دوباره عصبانی شد. هرچند این بار به شکل عجیبی مطیع بود. الگو به همین صورت بود. هرچقدر حجم پیشنهادات درباره رفتار سرکشانه تری افزایش پیدا می کرد و خانواده امان بیشتر در معرض توجه و موش کافی قرار می گرفت. پدرم بیشتر به جعبه و افعی که جعبه را علم کرده بود فوش می داد. با این حال باز هم اطاعت می کرد. بعد از اینکه از شهرداری برگشتیم خانه پدرم با مادرم بحثش شد مادرم میخواست یک خواخام بیاورد تا با تری حرف بزند پدرم فکر میکرد یک کشیش برای این کار مناسب تر است. آخر سر مادرم برنده شد. یک خاخام آمد خانه و با تری درباره خشونت حرف زد. خاخام ها اطلاعات زیادی درباره خشونت دارند چون برای خدایی کار می کنند که به خشم مشهور است. مشکل اینجاست که یهودیان به جهنم باور ندارند. بنابراین آن وحشت کدهی که کاتولیک ها در آستین دارند به راحتی در دسترسشان نیست. نمی توانی رو کنی به یک پسر بچه یهودی و بگویی اون آتیش رو میبینی؟ میری اون تو باید برایش قصه هایی از انتقام بگویی و امیدوار باشی که نکته را میگیرد تری نکته را نگرفت و پیشنهادات رو به افزایش گذاشتن. ولی فکر نکن جعبه فقط برادرم را نشانه گرفته بود. دوشنبه شبی در عواست تابستان اسم من هم از جعبه درآمد. یکی باید به این مارتین دین جوان بگوید زشت است آدم به کسی زل بزند. پیشنهاد این گونه شروع شد و باعث شد کل جمعیت شروع کنند به کف زدن. او پسر بد است که با زل زدن می رود رو اعصاب همه. تازه حتی یک لحظه هم کارولین پاتس را به حال خودش نمی گذارد. بهت می گویم که من با تحقیر بیگانه نیستم. ولی تا حالا هیچ چیزی نتوانسته با آن لحظه وحشتناک برابری کند. یک ماه بعد باز هم اسم یک دین دیگر از جعبه بیرون آمد. این بار نوبت مادر بیچارم بود. خانم دین دیگر نباید وقت ما را با توجیه اینکه چرا هیچ امیدی به همسر و فرزندانش نیست تلف کند. تری وحشی نیست، فاسد است. مارتین سرش به کار خودش نیست. زده اجتماع است پدرشان هم خیال پردازی سالم ندارد یک دروغگوی بی است. هیچ شکی نیست خانواده ما هدف محبوبی بود و مردم هم بدجور به تری گیر داده بودند مادرم به خاطرش ترسید و من هم از ترس مادرم وحشت کردم ترسش وحشتناک بود. لبه تخت تری می نشست و موقعی که تری خوابش می برد از شب تا سحر پشت سر هم زمزمه می کرد. دوست دارم. انگار می خواست رفتار پسرش را به واسطه ناخداگاهش تغییر دهد پیش از اینکه کس دیگری بخواهد رفتار او را عوض کند. حس کرده بود اولویت اول مردم شهر شده اصلاح و تربیت تری یک زمانی سرچشمه غرورشان بود و حالا سمبل سرفکندگیشان وقتی دیگر مثل روز روشن شد که تری حاضر نیست از دار و دسته خلافکارها بیاید بیرون و همچنان به دزدی و دعوا ادامه خواهد داد یک پیشنهاد دیگر برای حل مشکل مطرح شد پیشنهاد می تریدین خائن را ببریم زندان بالای تپه تا با یکی از زندانی ها حرف بزند و از دنیای ترسناک داخل زندان اطلاع پیدا کند. شاید ترفند ترساندن کارگر بیفتد. پدرم محض احتیاط مرا هم با خودشان برد. فکر کرده بود شاید برای من هم درس عبرتی باشد تا مبادا یک روز دنبال روی تری شوم. از مسیر خاکی تپه را به سمت زندان بالا رفتیم. جاده ای که مثل یک زخم باز از پایین تپه تا مدرسه حقیقیمان امتداد داشت. ترتیبی داده بودند تا با بدترین جنایتکار زندان دیدار کنیم. اسمش وینسنت وایت بود. در زندان زیاد بهش خوش نگذشته بود. هفت بار چاقو خورده بود. صورتش را جر داده بودند. یک چشمش کور بود و لبش مثل برچسبی که نصفش ورامده از صورتش آویزان بود. ستایی در سالن ملاقات رو نشستیم. تری قبلا یک بار او را دیده بود همراه هری. وینسنت فورا گفت یکم تعجب کردم وقتی شنیدم میخواین منو ببینی. تو و هری با هم ارتباط دارین؟ تری سرش را آرام تکان داد و سعی کرد به وینسنت علامت بدهد. ولی تنها چشم وینسنت مشغول برانداز کردن پدرم بود. این کیه باهات اومده؟ باباته؟ پدرم جوری ما را از آنجا بیرون کشید انگار زندان همان لحظه آتش گرفت و از آن به بعد حق پسران دین برای ملاقات زندانی ها سلب شد. یکی دو بار سعی کردم برای دیدن هری بروم زندان ولی با لگت پرتم کردند بیرون. ضربه سختی بود. بیشتر از همیشه به توصیه هایش احتیاج داشتم. میدانستم همه چیز دارد به اوجی می رسد که قطعا به نفع ما نیست. شاید اگر عقلم درست کار می کرد برادرم را ترغیب می کردم شهر را ترک کند. کمی بعد از ماجرای زندان برایش فرصتی پیش آمد تا از طبعات گندی که بالا آورده بودم فرار کند. اصر جمعه ای برونو و دیو سوار یک جیپ دزدی که پر بود از اموال خودشان و بقیه آمدند دم خانه ما. بوغ زدند. من و تری رفتیم پایین. دیو با فریاد به تری گفت بیا داریم از این خراب شده میریم. من نمیام. چرا؟ همین جوری. ترسوی بدبخت. برونو گفت خودت هم میدونی دختر محلت نمیذاره. به هدرا نمیده. تری جوابش را نداد. برونو و دیو تیکاف کردند و رفتند. ناپدید شدنشان را تماشا کردیم در عجب بودم چطور آدمها بعد از این همه رنج و درد و ماجرا و اضطرابی که به زندگیت تحمیل می کنند، به همین راحتی راهشان را میکشند و از زندگیت میروند بیرون. تری جاده خالی را بدون هیچ احساسی تماشا میکرد. پرسیدم کی محلت نمیذاره؟ گفت هیچ کس. قصه نخور. کسی محل منم نمیذاره. جلسه بعدی شورای شهر دوشنبه بود و همه ترسیده بودیم. میدانستیم سروش غیبی پیشنهاد دیگری برای تریدین دارد. موقع ورود سعی کردیم با هیچ کدام از آن چهره های متخاسم رو در رو نشویم. چهره هایی که به نظر می رسید قصد رها کردن خشم فرو خورده ای را داشتند که از کودکی تا آن زمان بر آن مهار زده بودند. همانطور که جلو می رفتیم از سر راهمان کنار می رفتند. چهار صندلی در ردیف جلو برایمان خالی نگه داشته بودند و من و پدر و مادرم ستایشان را اشغال کردیم تری مانده بود خانه در پی تصمیمی عاقلانه کل مراسم را تحریم کرده بود با چشمانی نیمه باز نشستم روی صندلی ناراحت چوبی و از لای پلک هایم به عکس ملکه در جشن تولد 21 سالگیش نگاه کردم. او هم انگار وحشت زده بود. من و ملکه بی به به پیشنهادات گوش کردیم. تری را انداخته بودند آخر. بالاخره نوبتش شد. پیشنهاد می تریدین به دارال مجانین پورتلند فرستاده شود و آنجا توسط تیمی از روان پزشکا به خاطر رفتار ضد اجتماعی و خشنش تحت مداوا قرار گیرد. از سالن به درون روشنایی غیرعادی غروب دویدم. آسمان شب با ماه عظیم روشن شده بود. بیشتر چاق بود تا کامل و بر فراز خیابانهای خالی معلق بود. صدای قدمهای من تنها صدایی بود که در شهر شنیده می شود. جز پارس سگی که از وحشت من به هیجان آمده بود و به همین خاطر مدتی تعقیبم کرد. تا خانه دویدم، نه آنجا هم توقف نکردم در ورودی را هل دادم و از پذیرایی دویدم طرف اتاق خوابمان تری روی تخت نشسته بود و کتاب میخواند داد زدم باید از اینجا بری یک ساک ورزشی پیدا کردم و لباسهایش را در آن چپاندم دارن میان میخوان تو دیوونه خونه بستریت کنن تری با آرامش نگاهم کرد گفت هرومزاده های احمق کارولینم امشب اونجا بود آره بود ولی صدای قدم هایی به گوشم خورد که انگار داشتند پذیرایی را از هم میشکافتند. زیر لب گفتم قایم شو. تری جم نخورد. صدای قدم ها به پشت در رسیدند. بیفاید فریاد زدم. دیگه دیر شد. در اتاق خواب باز شد و کارولین دوید تو. داد زد. باید از اینجا بری. تری با چشمانی که برق میزدند به او خیره شد. نگاهش پاهای کارولین را شل کرد. بی اینکه تکان بخورند به هم خیره شدند شبیه دو مانکن که به شکلی غیر عادی روبروی هم قرار گرفته باشند. کاملا از انرژی داخل اتاق جدا شده بودم. جا خورده بودم. کارولین و تری از هم خوششان می آمد. کی چنین اتفاقی افتاده بود؟ با تمام وجود بر این میل که چشمم را از هدق در بیاورم مقاومت کردم. سکوت را شکستم و گفتم کمکش میکنم وسایلش رو برداره. صدایم قابل شنیدن نبود. کارولین از تری خوشش میآمد. شاید حتی عاشقش بود. داشتم از عصبانیت میمردم احساس می کردم تمام بارانهای دنیا خیسم کردند با ناشکیبایی صرفه می کردم کسی نگاهم نمی کرد انگار نه انگار آنجا بودم نشست لبه تخت و با انگشتانش روی تشک ضرب گرفت گفت تو باید از اینجا بری کجا بریم به کارولین نگاه کردم ببینم چه جوابی می دهد؟ بالاخره گفت من که نمیتونم بیام ولی بهت سر میزنم کجا؟ نمیدونم سیدنی برو سیدنی جوری داد زدم زود باش ببینم که صدای دور دوم قدم ها را نشنید. دو مرد وارد شدند. اولین اعضای هیئت منصفه مجازات بی محاکمه. نقش قلچماق‌های های انتقال محکوم را بر عهده داشتند. همانطور که آدم بیشتری با چهره های مسمم و متخاصم وارد اتاق می شدند، تری نبرد بی حاصلی را شروع کرد. بالاخره بیرونش کشیدند. صورتش در محتاب سفید خون میریخت. کارولین گریه نکرد ولی دستش را روی دهانش گذاشت و 20 دقیقه نفس نفس زد. من همینقدر مثل دیوانه ها سر پدر و مادرم که ناامید یک گوشه ایستاده بودند اربده کشیدم که صدایم گرفت دارین چی کار میکنین؟ نذارین ببرنش پدر و مادرم مثل سکهای وحشت زده در خود جمع شده بودند می ترسیدند بر خلاف فرمان سروش غیبی و اراده مهار نشدنی مردم شهر عمل کنند. آرای عمومی آنها را در موضع تدافعی قرار داده بود. پدرم گفت به نفشه. تری متعادل نیست. اونا می دونن چجوری خوبش کنن. این را وقتی داشت برگه ها را امضا می کرد گفت و مادرم جوری که انگار سرنوشت را پذیرفته فقط تماشا می کرد. هر دو نقاب سمجی بر چهره داشتند که با چکش هم کنده نمیشد. اون خوب شدن لازم نداره. همین حالاش هم خوب شده. اون عاشقه. هیچ کس به حرفم گوش نکرد. وقتی تری را کشان کشان می بردند دیوان خانه من و کارولین کنار هم ایستاده بودیم. ناباورانه والدینم را نگاه کردم به روح ولرم نرم نشدنیشان تنها کاری که ازم برمی آمد این بود که مشت گره کردم را تکان بدهم و به این حقیقت فکر کنم که میل آدم ها به بردگی قابل باور نیست خدایا بعضی وقتها چنان آزادیشان را پرت می کنند کنار انگار داغ است و دستشان را می سوزاند استعلا جنون مصری نیست هرچند تاریخ بشریت پر است از قصه های دیوانگی جمعی مثل زمانی که در دنیای غرب همه بدون جوراب کفش ورنی سفید می پوشیدند. ولی به محض اینکه تری رفت دیوان خانه خانه ما هم تبدیل شد به ماتم کده ای تاریک پدرم یک هفته بعد سر عقل آمد و هرچه در توان داشت انجام داد تا تری را از تیمارستان بیرون بیاورد. ولی تازه فهمید وقتی کسی را به زور راهی روان درمانی اجباری می کنی مسئولان امر به اندازه پولی که از دولت برای این کار میگیرند گیرند جدیان. به برادر کوچکم انگ زده بودند برای خودش و بقیه مزر است. منظورشان از بقیه کارکنان تیمارستان بود که تری چند بار برای فرار باهاشان درگیر شده بود. پدرم برای دادگاه های مختلف عریضه نوشت و با خیلی از وکلا مشورت کرد. ولی بالاخره فهمید پسرش را در کلاف سردرگم بروکراسی اداری از دست داده. قفل کرد. بنابراین شروع کرد نوشیدن. هر روز بیشتر از دیروز. من و مادرم تمام تلاشمان را می کردیم روند سقوطش را کمی آهسته کنیم. هرچند خودت می دانی که نمی شود جلوی یک پدر الکلی را با این حرف که بابا جان این کارت خیلی کلیشه است گرفت. در یک ماهی که از حبس تری گذشت پدرم دوبار قاطی کرد و مادرم را انداخ زمین و کتک زد. ولی دیگر نمی شد به راحتی نقش همسر کتک زن را از او گرفت و نمی شد مادرم را متقاعد کرد از خانه فرار کند چون دچار سندروم زن کتک خورده شده بود دیگر کار از کار گذشته بود مادرم هم درست مثل پدرم بین جنون و غم در نوسان بود. چند شب بعد از اینکه تری را بردند، داشتم میرفتم بخوابم که بلند گفتم: شاید دیگه دندونامو مسواک نزنم. چرا باید بزنم؟ گوره بابای دندون. حالم از دندونام به هم میخوره. حالم از دندونای بقیه هم به هم میخوره. دندونای بار اضافی و دیگه حوصله ندارم هر شب این جواهرات سلطنتی برقشون بندازم. وقتی مسواکم را با نفرت پرت کردم بیرون دستشویی سایه شکیل دیدم. به سایه گفتم کیه؟ مادرم آمد تو و پشتم ایستاد. همدیگر را از داخل آینه نگاه کردیم. دستش را گذاشت روی پیشانیم و گفت تو داری با خودت حرف میزنی؟ تب داری؟ نه. ولی یه کم داغی زیر لب گفتم من یه پستان دارم دمای بدنم همین قدره میرم داروخونه برات دوا بگیرم ولی من مریض نیستم اگه زود جلوشو بگیری مریض نمیشی صورت غمگینش را نگاه کردم و گفتم جلوی چی رو بگیرم؟ واکنش مادرم به بستری شدن پسرش در تیمارستان توجه دیوان وار به سلامت من بود. این اتفاق به تدریج نیفتاد ناگهانی بود. هر بار در پله ها از کنارش می گذشتم، چنان محکم بغلم می کرد که با خودم می گفتم، الان تمام استخانهایم خورد می شود. هر بار میخواستم از خانه بروم بیرون دگمه های کتم را تا بالا میبست و وقتی یک بار دید کمی از گردنم در معرض گزنده است یک دگمه اضافه بالای کت دوخت که همیشه تا لب پایینیم پوشیده بماند. هر روز میرفت شهر تا تری را ببیند. و هر بار با خبرهای خوبی به خانه برمیگشت که راستش به نظر بد میآمدند با صدای پریشان میگفت یکم بهتر شده به زودی متوجه شدم هر چه میگوید دروغ است رفتن به بیمارستان برای من قدغن بود چون به نظرشان روحیه هم ضعیفتر از آن بود که تحمل چنین فشاری را داشته باشد. ولی تری برادرم بود. و بنابراین یک روز صبح تمام کارهایی را که برای آماده شدن برای مدرسه لازم است انجام دادم و وقتی اتوبوس آمد پشت بوته پر از خاری پنهان شدم که تا چند ساعت بعد هم تمام تنم از نیش خارهایش میسوخت. بعد سوار وانت یک تعمیرکار یخچال شدم که تمام مسیر به ریش کسانی که برفک یخچالشان را آب نمی کنند خندید. دیدن برادرم شکم کرد. لبخندش زیادی پهن بود و موهایش جولیده و چشمانش گنگ و چهرش رنگ پریده. یک روپوش بیمارستان تنش کرده بودند تا همیشه یادش باشد نامتعادل تر از آن است که لیاقت دگمه یا زیپ داشته باشد. وقتی درباره قبض برق شک درمانی هایش شوخی کرد تازه متوجه شدم این تجربه دارد نابودش می کند. با هم در اتاقی دنج و پر از گلدان روبروی پنجره بزرگی که به چهره یک نوجوان پارانوید باز شده بود نهار خوردیم. وقتی بحث جبه پیشنهادات شد چهره تری در هم رفت و قرید. کدوم یابویی اون جعبه رو گذاشت اونجا؟ میخوام بدونم. در پایان ملاقاتمان به من گفت مادرمان حتی یک بار هم به او سر نزده و اضافه کرد فکر می کرده مادرها قاعدتا باید بهتر از این حرفها باشند وقتی برگشتم خانه مادرم در حیات بود تمام عصر باران باریده بود و دیدم کفشش را درآورده و دارد انگشتانش را در گل فرو می کند. به من هم اصرار کرد این کار را بکنم چون به نظرش لذت قلقلک گل خیز با هیچ لذت دیگری در جهان قابل مقایسه نبود. دروغ نمی گفت. پرسیدم هر روز کجا میری؟ ملاقات تری امروز دیدمش گفت تا حالا نرفتی دیدنش هیچ چیز نگفت و پایش را تا جایی که میشد در گل فرو کرد من هم همین کار را کردم صدای زنگ آمد هر دو مدتی طولانی زندان را نگاه کردیم انگار صدا مسیری مرئی در آسمان درست کرده بود زندگی در زندان با صدای زنگ منظم می شد. زنگی که در تک تک خانه های شهرمان قابل شنیدن بود. این زنگ مربوط بود به زمان ورزش اسرگاهی زندانیان. کمی بعد زنگی دیگر پایانش را اعلام می کرد. نباید به بابات بگی. چی رو؟ که من میرم بیمارستان. تری گفت که نمیری. نه. یه بیمارستان معمولی. چرا؟ فکر کنم یه چیزی دارم. چی؟ در سکوتی که در پی آمد نگاهش را به دستانش دوخت. دو چیز سفید چروک با رکهای آبی به زخامت سیم تلفن. آه کشید. بعد ناگهان بی مقدمه و با تعجب و نفرت گفت دستام شبیه دستای مادرمه انگار دستان مادرش دست نبودند مطفوعی بودند که شکل دست درستشان کرده بودند پرسیدم مریض شدی؟ گفت سرطان دارم. وقتی دهانم را باز کردم کلماتی اشتباه از آن بیرون آمدند. کلماتی که نمیخواستم بگویم. گفتم چیزی هست که بشه با یه چاقوی تیز درش آورد؟ سرتکان داد. چند وقته؟ نمیدونم. لحظه وحشتناکی بود که با گذر هر ثانیه وحشتناکتر می شود. ولی ما قبل از این درباره این قضیه حرف نزده بودیم؟ احساس یک جور آشنا پنداری قریب کردم. نه اینکه احساس کنم این اتفاق را پیشتر تجربه کردم. حس می کردم آشنا پنداری آن اتفاق را قبلا تجربه کردم. گفت من میرم بخوابم. حرفی نزدم. حس می کردم مایه ای سرد به جریان خونم تزریق شده. پدرم با یک لیوان خالی از در پشتی آمد بیرون و با اوقات تلخی گفت من یه نوشیدنی خونک میخوام. نمیدونی یخ کجاست؟ مادرم گفت فیریزه رو امتحان کن. و بعد در گوشم گفت تنهام نذار. چی؟ منو با این تنها نذار. در این لحظه کار عجیبی کردم که هنوز هم از درک علتش آجزم. دست مادرم را گرفتم و گفتم قسم میخورم تا روز مرگت باهات بمونم قول میدی؟ قول میدم به محض اینکه جمله از دهانم خارج شد به نظرم ایدهی بد و عخته آمد ولی وقتی مادر در حال مرگت از تو میخواهد قول جان سپاری همیشگی بدهی چه جوابی داری؟ خصوصا وقتی میدانی آیندهش درست نقطه مقابل کامیابی خواهد بود. چه چیز انتظارش را می کشید؟ دوره های آرام زوال که با دوره های نامتناوب امید دروغین و نقاهت شکسته می شود. و بعد دوباره آغاز تباهی. تمامشان هم زیر بار رنج افزاینده و وحشت نزدیک شدن مرگ که بی صدا هم نبود از فاصله دور با تبل و شیپور می آمد. پس چرا این عهد را بستم؟ به خاطر دلسوزی یا احساسات رقیق نبود به خاطر این بود که ته وجودم متنفر بودم از اینکه کسی به حال خودش رها شود تا درد بکشد و بمیرد. به خاطر این بود که خودم هم دوست نداشتم به حال خود رها شوم تا زجر بکشم و بمیرم و این انزجار چنان درونم عمیق بود که به نظرم قول فداکاری به مادرم یک ایراد داشت چون برابر با یک انتخاب اخلاقی نبود بیشتر یک جور واکنش اخلاقی بود خلاصه اینکه من عزیز دردانه مادرم بودم ولی در عین حال سرد مادرم ناگهان پرسید سردته نه. به موهای سیخ شده یه دستم اشاره کرد و گفت بیا بریم تو. و جوری دستش را دور گردنم انداخت. انگار دو هم پیاله قدیمی هستیم که داریم می رویم با هم بیلیارد بازی کنیم. وقتی می رفتیم سمت خانه و صدای زنگ زندان دوباره در در تنین انداخت. احساس کردم یا دیواری بین ما فرو ریخته یا میانمان برپا شده و نمی توانستم بفهمم کدام یک از این دو اتفاق افتاده حالا که تری در بیمارستان بود هر روز اصرم را با کارولین می گذراندم تعجبی هم نداشت که مدام درباره تری حرف میزد. خدایا، الان که فکر می کنم لحظه ای در زندگیم وجود نداشته که درباره این عوضی حرف نزده باشم. اگر مجبور باشی دائم درباره کسی و راجی کنی، دیگر دوست داشتنش سخت می شود. حتی اگر مرده باشد. هر بار کارولین اسم تری را می آورد های قلبم دانه دانه در جریان خونم حل می شدند. قشنگ احساس می کردم مرکز احساساتم آرام آرام تحلیل می رود. وضعیت بغرنج کارولین این بود. آیا باید دوست یک گانگستر دیوانه بماند یا نه؟ درست است که ترکیب درام و رومنس چنین ماجرایی برانگیختهاش میکرد ولی در سرش صدای عاقلی هم وجود داشت صدایی که گستاخانه برایش دنبال سعادت می گشت و این صدا بود که داشت او را از پا میانداخت و بدبختش میکرد بدون اینکه وسط حرفش به پرم گوش میکردم چیزی نگذشت که توانستم بین خطوط را بخوانم. کارولین مشکلی با تصور زندگی به سبک بانی و کلاید نداشت. ولی کاملا واضح بود دیگر امید چندانی به بخت و اقبال تری ندارد. هنوز هیچی نشده پشت میله ها بود قبل از اینکه حتی دستگیر شود. چنین چیزی خیلی با نخشه هایش جور نبود. این طرف آن طرف راه می رفت و داد می زد. من چی کار کنم؟ من هم وضعیت بغرنجی داشتم. کارولین را برای خودم می خواستم. سعادت برادرم را می خواستم. می خواستم آسیبی به اون نرسد. می خواستم از جنایت و خطر دور باشد ولی بیشتر از همه کارولین را برای خودم میخواستم با ترس و لرز گفتم چرا براش نامه نمی نویسی و بهش التیماتوم نمیدی نمیدانستم این وسط دارم به کی کمک میکنم این اولین پیشنهاد جدی هم بود و او هم تمام و کمال بهش حمله ور شد. منظور چیه؟ بهش بگم بین جنایت و من یکی رو انتخاب کنه؟ عشق قدرتمند است. قبول دارم. ولی اعتیاد هم همینطور. حاضر بودم شرط ببندم اعتیاد پوچ به جنایت از عشق به کارولین قوی تر است این شرط تلخ و بینانه ای بود که با خودم بستم شرطی که اصلا احتمال نمیدادم برنده شوم از آنجایی که خیلی در خانه کارولین وقت می گذراندم لایونل پاتس تبدیل شد به تنها متحد خانواده ما. در تلاش برای آزادی تری از بخش روانی از طرف ما به خیلی از مؤسسات حقوقی تلفن کرد و وقتی به نتیجه ای نرسید از طریق یکی از دوستانش توانست مشهورترین روانپزشک سیدنی را راضی کند بیاید آنجا و با تری حرف بزند. مدل ارائه خدمات روان پزشکا. با شلوار راحت جلوی آدم می نشینند و مثل دوستان قدیمی با آدم گپ می زنند. پزشک مرد میان سالی بود با صورتی آویزان و خسته. یک بار آمد خانه ایمان تا یافته هایش را با ما در میان بگذارد. وقتی داشت درباره آنچه زیر کلاه تری پیدا کرده بود حرف میزد همگی در پذیرایی نشسته بودیم و چای میخوردیم تری کار رو برای من خیلی ساده کرد خیلی ساده تر از بیشتر بیمارا نه لزوما با خداگاهیش که راستش رو بخواین چیز خیلی خاصی نیست بلکه با رکگویی و میلش به پاسخ دادن به سوالهای من بدون اینکه مکس کنه یا بخواد جواب سر بالا بده حقیقتش اون شاید رک و راست ترین مریضیه که به عمرم داشتم دوست دارم بابت بزرگ کردن بچه به این راستگویی بهتون تبریک بگم پدرم پرسید پس اون دیوونه نیست اوه از حرفم برداشت اشتباه نکنین. دیوونه کامله ولی راستگوه. پدرم گفت ما آدمای خشنی نیستیم. کل این ماجرا برامون مثل یه معما شده. زندگی هیچ آدمی معما نیست باور کنی تو در هم و بر هم ترین جمجمه ها هم نظم و ساختار هست ظاهرا دو اتفاق بزرگ خیلی توی زندگی تری نقش داشتن. اولیش رو اگه به صداقتش ایمان نداشتم محال بود باور کنم. دکتر خم شد جلو و با لحنی زمزمگون گفت واقعا چهار سال اول عمرشو با پسری که تو اغما بوده تو یه اتاق گذرونده؟ پدر و مادرم از جا پریدند و به هم نگاه کردند. مادرم پرسید کار اشتباهی بوده؟ پدرم با دلخوری گفت هیچ اتاق دیگه نداشتیم. مارتین کجا میذاشتیم؟ تو انباری؟ تری صحنه رو چنان واضح و روشن برام توصیف کرد که موهای تنم سیخ شد. میدونم سیخ شدن موی تن واکنشی هرفهی نیست ولی نتونستم کاریش کنم. از چشمایی حرف زد که ناگهان سفید می شدن و بعد قرنیه هایی که دوباره به هدقه بر می گشتن و بهش ظلم می زدن. لرزه ها و اسپاسمای ناگهانی دهنی که مدام توف ازش سرازیر بوده. روانپزشک رو کرد به من و پرسید تو توی اغما بودی؟ بله. انگشتش را رو به من گرفت و گفت تشخیص من اینه که این جنازه که به زور نفس میکشیده به تری چیزی رو داده که فقط میتونم بهش بگم وحشت مدام. این اتفاق بیشتر از هر چیز دیگه ای باعث شده به دنیای فانتزی شخصی خودش عقب نشینی کنه. تمام مدت هم قهرمان این دنیا خودش بوده. ببینین، ضربه های روحی وجود دارن که روی آدما تاثیر میذارن. ضربه های ناگهانی. ولی ضربه های هم وجود دارن طولانی و ممتد. و اغلب این نوع ضربه ها موزی ترین هستند چون تاثیراتشون در کنار تمام چیزهای دیگه رشد میکنه و مثل دندون جزی از وجود بیمار میشه و دومین اتفاق آسیبی که دید اتفاقی که باعث شد دیگه نتونه ورزش کنه تری با اینکه سنی نداشته توی اعماق وجودش حس میکرده بهترین بودن در ورزش تنها دلیل وجودش روی زمینه و وقتی توانش رو برای ادامه ورزش از دست داد از خالق تبدیل شد به نابودگر هیچ کس حرفی نزد فقط گوش می کردیم. اول فکر کردم وقتی تری فهمید دیگه نمیتونه فوتبال و کریکت بازی کنه یا شنا کنه. نوع نمایش قدرتش منحرف شده و به صورت ابراز خشونت در اومده. خشونت به این منظور که بتونه توانایی هاش رو به نمایش بذاره. تمام کارهاش برای اظهار وجود بوده به همین سادگی. ببینید پای فلج بیفایدش توهینی بود به تصویری که خودش داشت و اون نمیتونست ناتوانی رو بدون به شکل اول درآوردن تواناییش برای عمل بپذیره بنابراین عمل کرد با خشونت خشونت مردی که توانایی بیان مثبت ازش گرفته شد اینها را با غروری گفت که با موقعیت جور نبود. پدرم گفت: این چرت و پرتا چیه میگی؟ پرسیدم: پس چطور میتونه از فلج بودن دست برداره. خب تو الان داری راجب تعالی حرف میزنی. مثلا تعالی که توی اظهار عشق وجود داره؟ آره فکر کنم. این مکالمه جدا برای پدر و مادرم گیج کننده بود. چون تا آن موقع توانایی ذهنیم را ندیده بودند. پوسته را دیده بودند ولی چیزهای داخلش را نه. جواب تمام اینها برای من روشن بود. یک دکتر نمی توانست تری را تغییر دهد. همینطور یک کشیش یا خاخام یا هر کدام از خدایان یا پدر و مادرم یا ارعاب یا جعبه پیشنهادات و نه حتی من نه تنها امید برای تغییر تری کارولین بود امیدش عشق ابدیت متوجه بالا رفتنش نشده بودم به خاطر دیوار مرتفع درختان کلفت و پربرگی که بالای تپه فارمر رویده بودند از شهر قابل رویت نبود ولی یک شنبه شب همه برای شرکت در مراسم افتتاحیه به هم تنه می زدن. باید ما را می دیدی؟ همه انگار برای تمرین اطفای حریقی که هیچ کس باورش نداشت از شهر بیرون ریخته بودند. کسی با کسی شوخی نمی کرد. چیز متفاوتی در فضا بود. همه حسش می کردیم. انتظار. بعضیها حتی نمی دانستند خانه چی هست و آنهایی که می دانستند واقعا هیجان زده بودند. اگزوتیک ترین چیز در شهرهای کوچک دیمسامی یک جور غذای چینی است که در رستوران های چینی شبیه هم سرو می شود. اما این یک چیز دیگر بود. بعد دیدیمش. یک گنبد بزرگ. تمام درخت های جلویش را قطع کرده بودند چون وقتی پای تلسکوپ در میان باشد حتی یک برگ هم کهکشان را محو می کند. رصدخانه به رنگ سفید نقاشی شده بود و دیوارها را با الوار چارچوب گرفته بودند و رویشان را با ورق آهنی پوشانده بودند. تلسکوپ که چیز زیادی ازش نمیدانستم جز اینکه قطور و بلند و سفید است یک آینه کروی داشت که روی ستونی جدا سوار بود تا ارتعاشات با آن منتقل نشود و برای بزرگ نمایی بیشتر استفاده میشد. تلسکوپ بیشتر از 100 کیلو وزنش بود و ده درجه با افق جنوب زاویه داشت و نمی آن را پایین آورد و حمام یا سالن ورزش مدرسه را تماشا کرد. و گنبدی از جنس فایبرگلاس رویش را می پوشند و یک سقف شیشهی داشت که از طریق لولا باز و بسته می شود. اگر کسی می خواست گوشه دیگر از کهکشان را ببیند یا حرکت جرمی سماوی را دنبال کند خودش باید تلسکوپ را حرکت می داد. چون ایده موتور گردان به نفع ایده دل بکار بده عقب نشینی کرده بود. یکی یکی به سمت چشم بزرگ بالا رفتیم. برای رسیدن باید از پلکانی کوچک بالا میرفتیم. رفتیم. هر کس چشمش را روی چشمی می گذاشت و وقتی زمانش تمام میشد با حسی از خلسه از پلکان پایین میرفت. انگار عظمت جهان مغزش را از کار انداخته بود. یکی از عجیب ترین شبهایی بود که در شهرمان گذراندم. نوبت من شد. از انتظارم فراتر بود. تعداد بیشماری ستاره دیدم. بیفروغ و کهنه و زرد. ستارگان درخشان داغ دیدم لایههایی از ستارگان آبی جوان رگه های قبار دیدم و گوی چه ها خطوط تیره سینوسی که لابلای گازهای درخشان و انوار پراکنده ستارگان پیچ و تاب میخوردند تصاویری که مرا یاد آنچه در اقما دیدم انداختند. فکر کردم ستارگان نقطه هستند؟ بعد فکر کردم هر انسان هم یک نقطه است؟ ولی بعد متاسفانه به این نتیجه رسیدم که اغلب ما حتی توانایی روشن کردن یک اتاق را هم نداریم. ما؟ کوچکتر از آنیم که نقطه باشیم. با این حال هر شب می رفتم سراغ تلسکوپ و خودم را با آسمان جنوبگان آشنا می کردم. بعد از مدتی متوجه شدم تماشای گسترش جهان شبیه تماشای روییدن علف است. و به همین خاطر شروع کردن به تماشای مردم. در سکوت از پله ها بالا می رفتن. دور ترین نقاط کهکشان را با نگاه می و بعد سوت میکشیدند پایین می آمدند, بیرون می ایستادند و سیگار میکشیدند و حرف می زدند. بی اطلاعی مطلقشان از علم نجوم باعث می شد چیزهای دیگر حرف بزنند. شهر ما یکی از مناطقی بود که نداشتن اطلاعات بیفایده و مبتزلی مثل اسم ستارگان موهبت بزرگی به شمار می رفت. مهم این نیست که اسم ستاره چیست. مهم این است که به چه چیزی دلالت دارد. مردم با جملاتی مثل خیلی گندست نه کهکشان را به هیچ تقلیل می دادند. ولی فکر کنم موجز حرف زدنشان از روی عمد بود. سرشار از شگفتی و ترس بودند و مثل رویابینی که بیدار شده ولی بی حرکت در جایش مانده تا شاید دوباره به رویا بازگردد نمیخواستند اشتباها خود را بیدار کنند ولی بعد کم کم شروع به حرف زدن می کردند. ولی نه درباره ستارگان و جایشان در آسمان. وقتی چنین چیزهایی می گفتند با حیرت گوش می کردم. باید بیشتر با پسرم وقت بگذرونم. وقتی جوون بودم هم ستاره ها رو تماشا می کردم. احساس نمی کنم عاشقمه. احساس می کنم دوستم داره. برام عجیبه که دیگه نمیرم کلیسا. بچه هم برخلاف انتظاراتم عذاب در اومدن شاید قد بلندتر دوست دارم با کارول برم سفر مثل اول ازدواجمون دیگه نمیخوام تنها باشم لباسام بو میدن دلم میخواد یه کار مفیدی بکنم خیلی تنبل شدم از وقتی از مدرسه اومدم بیرون چیز جدیدی یاد نگرفتم. میخوام یه درخت لیمو بکارم. واسه خودم نه برای بچه های بچه هام. لیمو یعنی آینده. شنیدن اینها هیجان انگیز بود. جهان بیکران باعث می شد خودشان را نگاه کنند. حالا نه از دید ابدیت ولی دست کم با وضوحی بیشتر چند دقیقه به عمق می رفتند و یک آن این احساس به هم دست می داد که جعبه پیشنهاداتم به رغم آسیب هایی که به بار آورده سودی هم داشته مرا هم به فکر وامی داشت یک شب که از تپه رصدخانه آمدم پایین لرزان وسط باغ خانهمان ایستادم و سعی کردم به راههایی برای نجات تک تک اعضای خانوادم فکر کنم متاسفانه حساب ایده هایم خالی شده بود زیادی برداشت کرده بودم زمنان چطور می شود مادری در حال مرگ پدری الکلی و برادری دیوانه را درمان کرد؟ استراب و نگرانی بافت معده و مسانم را تهدید می کرد. یک سطل آب از خانه برداشتم و بردمش ته باغ و ریختم توی یک چاله کم عمق. فکر کردم درست است که نمیتوانم زندگی کسانی را که برایم عزیزند بهتر کنم ولی گل که میتوانم درست کنم. آب و خاک مخلوط شدند و قلزت گل به میزان کافی رسید. پایم را در آن فرو بردم. سرد و لزج بود. پشت گردنم تیر کشید. با صدای بلند از مادرم به خاطر آشنا کردنم با شکوه گل تشکر کردم. کم پیش می آید کسی به آدم پیشنهادی عملی و به درد بخور بدهد. معمولا میگویند نگران نباش یا همه چیز درست می شه. که نه تنها غیر کار بردی بلکه به شکل وحشتناکی زجرآور هستند. جوری که باید صبر کنی تا کسی که این حرف را به تو زده بیماری لاعلاجی بگیرد تا بتوانی با لذت تمام جمله خودش را به خودش تحویل بدهی. تمام زورم را زدم و پایم را تا بالای قوزک در گل فرو کردم. میخواستم بیشتر در لجن سرد فرو بروم. فکر کردم باز هم آب بیاورم. خیلی زیاد. بعد شنیدم کسی لای ها دوید و بعد شاخه های درختان را دیدم که بالا رفتند. انگار چندششان شده بود. صورتی بیرون آمد و گفت مارتی؟ هری به داخل محتاب قدم گذاشت. لباس جین زندان تنش بود و زخمی خورده بود که بدجور جور خون ریزی میکرد. من فرار کردم. داری چیکار کار میکنی؟ پا توی گل خونک میکنی؟ سب کن. هری آمد و پای برهنش را در چاله کنار من فرو کرد. بهتر شد. خب تو سلولم دراز کشیده بودم و داشتم به این فکر میکردم چطور بهترین سالهای عمرم به باد رفت. هرچند توفهی هم نبودن. بعد فکر کردم تنها چیزی که انتظارم میکشه پوسیدن و مردن توی زندانه. تو زندان رو دیدی؟ زندان اصلا جا نیست. فکر کردم اگه دست کم یه بار تلاشمو نکنم تا آخر عمر خودم رو نمی بخشم. خیلی خوب. ولی چطوری؟ تو فیلم زندانیا خودشون رو تو کامیون رخت چرک قایم میکنن و میزنن به چاک. به درد من میخورد؟ نه. میدونی چرا؟ چون اون قدیما بود که زندانا لباس زندانیا رو برای شستشو میفرستادن بیرون. الان خود کفا شدن. پس این هیچ. راه دوم تونل کندن بود. تو عمرم اینقدر برای این و اون قبر کندم که بدونم زمین کندن چه کار خسته کننده و مزخرفیه و ضمناً تمام تجربه من تو کندن دو متر خلاصه میشه همونقدر که برای قایم کردن جنازه کافیه کی میدونه زیر ترش چیه؟ مواد مذاب یه بستر از سنگ آهن هری پاهایش را نگاه کرد و گفت فکر کنم گل خشک شد. کمکم کن بیام بیرون. و جوری دستش را به طرفم آورد انگار به حراجشان گذاشته. کمکش کردم بیاید بیرون و بعد روی چمن لیز خورد. یه چیزی برام بیار بپوشم. اگه گیرت اومد یا آب بیار. زود باش. رفتم تو و یواشکی کمد پدرم را باز کردم. خودش دمر روی تخت خوابیده بود. خوابی عمیق و مستانه با چنان خورناس وحشتناکی که نزدیک بود یک لحظه بیستم تا ببینم توی دماغش آمپیلی فایر و سیم کار گذاشته یا نه. کت کهنهی برداشتم و رفتم سراغ یخچال. وقتی برگشتم هری دوباره تا مچ در گل بود. اول خودم رو زدم به مریضی. درد کشنده شکم. چه مریضی دیگه ای می میتونستم پیدا کنم؟ کمر درد؟ افونت گوش میانی؟ میخواستی بگم تو ادرارم یه قطر خون دیدم؟ نه. باید فکر میکردن مسئله مرگ و زندگیه. خودم و زدم به مریضی و ساعت سه صبح فرستادنم درمانگاه. فقط یه نگهبان اونجا بود. حالا توی درمانگاه بودم و مثلا از دل درد دلا شده بودم. حدود ساعت پنج نگهبان رفت از شوی. یه آن از تخت پریدم بیرون و قفل قفسه داروها رو شکستم و هرچی آرام بخش مایه توش بود برداشتم. وقتی نگهبان برگشت با آمپول بیهوشش کردم و بعد دنبال یه نگهبان دیگه گشتم که کمکم کنه از اونجا بیام بیرون. میدونستم بدون کمک نگهبان نمیتونم از اونجا خلاص شم. ولی به اغلب این پدرسگا نمیشه رشوه داد. نه اینکه فاسد نباشن. از من خوششون نمیاد. ولی چند هفته قبلش تمام دوستام و صدا کرده بودم و یکیشون درباره یکی از نگهبان ها به اسم کوین هیستینگز کلی اطلاعات بهم به داده بود. تازه دو ماه بود که اومده بود اونجا و هنوز هیچ چی رو تشخیص نمیداد. خیلی خنده داره که این عوضی ها فکر میکنن ما هیچ چی ازشون نمیدونیم. راحت میتونی با گفتن اینکه رابطهشون با زنشون چه جوریه و از این جور حرفا بترسونیشون. به, به هر حال هیستینگز به نظرم عالی اومد. یه دختر داره. لازم نبود کاری کنم. فقط باید این ناکس و مثل سگ میترسوندم. اگرم حقم نمیگرفت چی داشتم از دست بدم؟ میخوان یه حبس ابد دیگه بهم هم بدن؟ همین حالاش شیش تا دارم. هری چند لحظه به فکر فرو رفت و بعد آرام گفت یه چیزی بهت میگم مارتی توی ابد آزادی هست. سرتکان دادم به نظر درست می آمد. خلاصه یه راست رفتم سراغ هیستینگز و تو گوشش گفتم منو از اینجا ببر بیرون وگرنه یه آدم مریضی که آشنامه میره سراغ دختر کوچولوت ریچل. صورتش مثل گچ سفید شد و کلیدارو داد دستم و به هم اجازه داد بزنم تو سرش تا بهش مشکوک نشم. همین. به خودم افتخار نمی کنم. فقط می خواستم بترسونمش. وقتی به یه جای امن برسم بهش زنگ میزنم و میگم لازم نیست نگران دخترش باشه. گفتم خوبه. حالا تو میخوای چیکار کنی مارتی؟ با من میای؟ کمک خوبی میشی؟ نظرت چیه؟ به هری گفتم که با مادرم پیمانی بستم که اجازه نمی دهد فعلا از شهر خارج شوم. سب کن ببینم چه جور پیمانی؟ خب بیشتر یه جور قوله. تو به مادرت قول دادی؟ با دلخوری پرسیدم چیش عجیبه؟ فقط قول داده بودم تنهایش نگذارم همین. هر چیزی نگفت دهانش نیمه باز بود و احساس میکردم دارد با چشمانش به داخل ام تونل می زند. با دست زد روی شانم نمیتونم منصرفت کنم. میتونم؟ گفتم نمیتواند. قبل از اینکه برگردد و لابلای بوته های تاریک گم شود گفت، موفق باشی پسر. بعد صدایش به گوشم خورد. دفعه بعد می بینمت. و بی اینکه سراغی از تری بگیرد رفت. یک هفته بعد مادرم با اخباری مهم به اتاقم آمد. برادرت امروز میاد خونه. بابات رفته دنبالش. جوری این را گفت انگار برادرم بسته ای پستی است که مدتها منتظر رسیدنش بوده. در این یک سالی که از رفتنش میگذشت برادرم تبدیل به شخصیتی داستانی شده بود. و روانپزشک با تنزل دادنش به کاتالوگی از بیماری های روانی فردیتش را رو از او گرفته بود. قبول، پیچیدگی بیماری روانیش متعجب من کرده بود. در جنگ میان قرایز پنهانش قربانی شده بود. ولی یک سوال بود که دست از سرمان بر نمی داشت. کدام تری دارد به خانه بر می گردد؟ برادرم، پسر مادرم، یا نابودگر افلیجی که برای تعالی نفس جان می کند. همه مسترب بودیم. وقتی از در پشتی وارد شد جا خوردم. اینقدر سرحال بود که فکر می کردی تمام این مدت داشته در فیجی از کاسه نارگیل مارگاریتا مزه مزه می کرده. روی میز آشپزخانه نشست و گفت خب چه جور جشنی برای خوش آمدگویی به فرزند خطاکار تدارک دیدین؟ گوساله پرواری؟ مادرم اینقدر گیج و ویج بود که داد زد گوساله پرواری؟ گوساله پرواری از کجا بیارم؟ تری از روی میز پرید پایین و بغلش کرد و دور آشپزخانه گرداندش. مادرم از وحشت جیغ زد. اینقدر از بچه خودش می ترسید. بعد از ناهار من و تری در مسیر خاکی باریکی که به شهر می رفت قدم زدیم. خورشید بی امان می تابید. تمام مگس های ناهی جمع شده بودند تا به تری خوشامد آمد بگویند. مگس ها را تاراند و گفت وقتی با تناب بستنت به تخت نمیتونی همچین کاری بکنی. داستان فرار موزیانه هری و ماجرای حضور گلالود آن شبش را تعریف کردم. پرسید کارولینو نمیبینی؟ گاهی حالش چطوره؟ بیا بریم ببینیم. سب کن. سر و وزم چطوره؟ نگاهی بهش انداختم و تاییدش کردم. مثل همیشه سر و وزش خوب بود. نه. بهتر از خوب. تری از همین حالا شبیه یک مرد بود در حالی که من با وجود بزرگتر بودن شبیه پسر بچه بودم که مرض پیری گرفته. به کسی که تازه از جهنم برگشته چه باید گفت؟ به اندازه کافی برات داغ بود؟ فکر کنم آخر سر یک چنین چیزی از دهانم پرید. حالت چطوره؟ با تاکید روی چطوره و او هم گفت اون کسافت ها نتونستن منو بشکنن. میدانستم رنجی که از تجربهش کشیده توانایی ارتباط را از او گرفته. به شهر رسیدیم و تری به تمام آدمهای خیابان چشم قره رفت. در نگاهش تلخی بود و خشم. کاملا آشکار بود که درمان بیمارستان نتوانسته بود خشمش را مهار کند. از دست همه عصبانی بود. تری تصمیم گرفته بود والدینش را بابت مجازاتش سرزنش نکند. ولی از دست هر کس که حرف جعبه پیشنهادات را گوش کرده بود خشمگین بود به جز یک نفر لایونل پاتس با اشتیاق و آغوش باز از امان استقبال کرد همانجور که مثل دیوانه ها دست تکان میداد فریاد زد تری تری تنها کسی بود که از دیدن برادرم خوشحال شد قدرت اشتیاق کودکانه لایونل حس خوش آمد لذت بخشی بود از آن آدم هایی بود که حتی اگر فقط درباره آب و هوا هم با او حرف میزدی باز هم با لبخند از او جدا می شدی. پسرای دین دوباره با هم. چطوری تری؟ خدا رو شکر از اون جهنم اومدی بیرون. جای گندی بود نه؟ به پرستار بور اونجا شماره تلفنمو دادی؟ تری گفت ببخشیدا از این خبرا نیست. خودت باید اونجا پذیرش بشی. پس لایونل هم به دیدن تری رفته بود. شاید بشم تری. به نظرم که ارزشش رو داره. هی hey, کارولین داره تو کافه سیگار میکشه. مثلا از من قایم میکنه و مثلا من نمیدونم. هنوز ندیدیش؟ تری گفت الان داریم میریم پیشش. عالی یک دقیقه صبر کنی. لایونل از جیبش یک پاکت سیگار درآورد. این سیگار لایت. ببینین میتونین از سرش بندازین ماربورو قرمز نکشه. البته اگه زحمتی نیست. یه ساخت و پاخت کوچولو. اشکالی نداره. کمرت چطوره؟ لایونل همانطور که با هر دو دست شانه هایش را میمالید گفت افتضاح. شونم گرفته. باید برم پیش ماساژور. فکر کنم چاره کارم اینه. من و تری رسیدیم دم در کافه. بسته بود. حالا دیگر همیشه بسته بود. تحریم بالاخره جواب داده بود. کارولین توی کافه مخفی شده بود. کافه تا زمانی که پدرش بالاخره موفق به فروشش شد مخفیگاهش بود. از پنجره او را دیدیم. به پیشخان تکیه داده بود سیگار میکشید و سعی میکرد با دود حلقه درست کند. خیلی با نمک بود. حلقه ها شبیه نیم دایره های چرخان از دهانش بیرون میامدن. به شیشه زدم و دستم را دراز کردم تا به نشانه حمایت برادرانه بیاندازم دور گردن تری. ولی تنها چیزی که نصیب دستم شد هوا بود. برگشتم و پشت تری را دیدم که به سرعت از من دور می شد و وقتی کارولین قفل در را باز کرد و پا به خیابان گذاشت تری دیگر رفته بود. پرسید چه خبر؟ هیچ میخوای بیای تو دارم سیگار میکشم بعدا میام وقتی داشتم بر میگشتم بوی بدی حس کردم انگار پرندگان مرده داشتند زیر آفتاب میگندیدند تری را پیدا کردم زیر درختی نشسته بود و یک دست نامه به دست داشت. بی این که حرفی بزنم نشستم کنارش. به نامه ها خیره شده بود. گفت این نامه ها رو اون فرستاده. خب پس نامه های کارولین بیشک نامه های عاشقانه. دراز کشیدم روی علف و چشمم را بستم. بادی نبود و تقریبا صدایی هم شنیده نمیشد. احساس می کردم داخل خزانه یک بانک هستم. پرسیدم میشه ببینم؟ درونم گرایشی مازوخیستی خودش را به آب و آتش میزد تا دستم را به آن نامه های لعنتی برساند. دیوانوار دوست داشتم شکل ابراز عشق کارولین را ببینم حتی اگر عشقش متعلق به من نباشد. خصوصیان حس می کردم چیزی روی گردنم راه می رود. شاید یک مورچه ولی از جایم تکان نخوردم. نمی پیروز میدان باشد. گفتم میتونی خلاصش رو بگی؟ میگه فقط در صورتی حاضر با من باشه که جرم و جنایت رو بذارم کنار. حاضری همچین کاری بکنی؟ آره فکر کنم. احساس کردم کمی آب رفتم. درست است که دوست داشتم تری را زنی که عاشقش بود نجات بدهد. ولی قادر نبودم شاد باشم. موفقیت یک برادر شکست برادر دیگر است. لعنتی. فکر نمی کردم از پسش بر بیاید. گفت فقط مسئله اینجاست که بلند شدم و نگاهش کردم. چشمانش سنگین بودند شاید بیمارستان بالاخره تغییرش داده بود دقیقا نمیدانم چطور شاید چیزی مایع در وجودش جامد یا چیزی جامد ذوب شده بود تری چشم به مرکز شهر دوخت و گفت فقط یه کار کوچیکی مونده یه کار غیرقانونی کوچولو. یک چیز همهشان همین را میگویند. فقط یکی و بعد می رود سراغ بعدی و تا به خودش بیاید مثل گلوله برفی شده که از تپه پایین می و دور خودش برف جمع می کند. گفتم خب تو هر کاری دلت بخواد میکنی. نه اینکه بخواهم ترغیبش کنم ولی قصدم بازداشتنش هم نبود. تری گفت شایدم نباید بکنم. شاید ولی واقعا دلم میخواد. کلماتم را با دقت انتخاب کردم و گفتم خب میدونی؟ بعضی وقتا آدما باید یه کارایی رو بکنن تا کارایی رو که باید بکنن از وجودشون خارج کنن. چی داشتم میگفتم؟ مطلقا هیچی. عملا امکان نداشت به توانی انجام کاری را به تری پیشنهاد بدهی. این توجیه من است برای بیوجدانی که داشتم در حق برادرم می کردم. قرق فکر گفت آره و من مثل تابلوی ایست سر جایم ایستادم هر چند که داشتم می گفتم، برو تری به زور از جا بلند شد و علفها را رو از روی شلوار جینش پاک کرد. گفت یکم دیگه میبینمت. و در جهت مخالف کافه کارولین راه افتاد. واقعا داشت وقت میکشت. فکر کنم برای اینکه میخواست جلویش را بگیرم. اما نگرفتم. خیانت کلاههای رنگارنگی سرش میگذارد. لازم نیست مثل بروتوس از آن نمایش درست کنی. لازم نیست چیزی مرعی باقی بگذاری که از انتهای ستون فقرات بهترین دوستت زده باشد بیرون. بعدش هم می توانی ساعتها همانجا بیستی و گوش چیز کنی ولی قوقولی قوقوی خروس هم نخواهی شنید نه خائنان ترین خیانت ها آنهایی هستند که وقتی یک جلقه نجات در کمدت آویزان است به خودت دروغ میگویی که احتمالا اندازه ی کسی که دارد غرق می شود نیست اینجوریست که نزول می کنی و همینطور که به قر می رویم تقصیر همه مشکلات دنیا را میاندازیم گردن استعمار و کاپیتالیسم و شرکت های چند ملیتی و سفید پوست احمق و آمریکا. ولی لازم نیست برای تقصیر اسم خاصی درست کرد. نفع شخصی ریشه سقوط ما همین است و در اتاق هیئت مدیره و اتاق جنگ هم شروع نمی شود در خانه آغاز می شود چند ساعت بعد صدای انفجار شنیدم از پنجره اتاقم ستونهای دود قلیز را دیدم که به شکل مار پیچ به سمت آسمان غرق در محتاب صعود می کرد. وقتی به سمت شهر می دویدم معدم جمع شده بود. من تنها نبودم. تمام مردم شهر جلوی شهرداری جمع شده بودند. همه وحشت زده بودند. حالت مرجه جمعیت ناظرانی که به طور خاص برای فجایع گرد هم میآیند. جعبه سمی پیشنهاداتم دیگر نبود. هر تکش یک گوشه خیابان افتاده بود. یک آمبولانس آمد. البته نه برای جعبه از هم پاشیده. مردی روی پیاده رو خوابیده بود. صورتش پوشیده بود با پارچه سفید قرق خون. اول فکر کردم مرده. ولی پارچه را از روی صورتش برداشت و صورت خونین و سوختش را به نمایش گذاشت. نه، نمرده بود، کور شده بود. وقتی داشته پیشنهاد میانداخته جعبه توی صورتش منفجر شده. وحشت زده داد میزد. نمیتونم ببینم، نمیتونم ببینم. لایونل پاتس بود. بیشتر از پنجاه مرد و زن در صحنه حاضر بودند و در چشمانشان یک جور هیجان موج میزد. انگار در شبی پرشور برای رقص بیرون آمده بودند. از لابلای جمعیت تری را دیدم که نشسته در جوی سرش را لای پاهایش گرفته بود. وحشت زمانبندی غلط خرابکاریش از تحملش خارج بود. لایونل تنها نور روشن میان انبوهی سوسو بود و حالا تری چشمانش را درآورده بود. دیدن تکه های جعبه پیشنهاداتم توی خیابان و برادرم که در جوی در خود جمع شده بود و لایونل که پخش پیاده رو بود و کارولین که رویش خم شده بود حس غریبی داشت احساس می کردم تمام کسانی که دوستشان داشتم هم منفجر شدند دود هنوز در هوا معلق بود و در نور آبی رنگ پیچ و تاب می خورد. بوی شب آتش می‌آمد. فقط پنج روز بعد اعضای خانواده ما بهترین لباسشان را پوشیدند. دادگاه نوجوانان هیچ فرقی با دادگاه معمولی ندارد. دولت چندین اتهام به قواره تری دوخت. مثل زن پولداری که به تن جیگولوی مورد علاقش کت میپوشاند قصد جنایت تلاش برای قتل ضرب و جهر از روی اناد هیئت منصفه نمی توانست تصمیم بگیرد. باید مرا هم دستگیر میکردند. نمیدانم ترغیب به جنایت به خاطر عشق پیگرد قانونی دارد یا نه ولی باید داشته باشد سرآخر تری به سه سال حبس در دار و تعدیب محکوم شد وقتی داشتند میبردندش به من چشمک زد بعد رفت به همین سادگی بقیه در دادگاه ماندیم و گیج همدیگر را بغل کردیم چرخهای عدالت ممکن است آرام بچرخند ولی وقتی دولت میخواهد تو را از خیابان جمع کند چرخهایی که تو را با خود میبرند به سرعت شهاب به حرکت در میآید دموکراسی لایونل که کور شد دائم ازم سوال می کردند و بعد از زندانی شدن تری احساس کردم این سوال ها از همه طرف تحت فشارم گذاشتند. باید کاری می کردم ولی چه کاری؟ باید کسی می شدم ولی چه کسی؟ نمیخواستم حماقت آدمهای اطرافم را تقلید کنم ولی حماقت چه کسی را باید تقلید میکردم و بعد اینکه چرا شبها حالم به هم میخورد ترسیده بودم وحشت مضطربم کرده بود چطور می توانستم درست فکر کنم وقتی استراب داشتم؟ وقتی نمی توانستم درست فکر کنم چطور می توانستم چیزی را بفهمم و چطور می توانستم در این دنیا کار کرد داشته باشم وقتی نمی توانستم چیزی را بفهمم با همین وضعیت بغرنج رسیدم مدرسه ولی نمی توانستم از در ورودی عبور کنم قشنگ یک ساعت ایستادم و ساختمان آجوری زشت و دانش آموزان ابله و درختان محوته بازی و شلوارهای پلیستر قهوه‌ای معلم را که وقتی از این کلاس به آن کلاس می رفتند، به رانهای چاقشان ساییده می و خشخش صدا می کرد نگاه کردم و با خودم گفتم اگر خوب درس بخوانم در امتحاناتم نمره خوب میگیرم ولی که چی در فاصله بین آن لحظه و لحظه مرگم چه باید بکنم وقتی رسیدم خانه نه پدر و نه مادرم واکنشی به اینکه مدرسه را رها کرده بودم نشان ندادند. پدرم داشت روزنامه محلی را میخواند. مادرم داشت برای تری نامه مینوشت. یک نامه بلند بالا بیشتر از چهل صفحه. نگاهی انداختم ولی نتوانستم از اولین پاراگراف زجرآور جلوتر بروم. دوستت دارم. دوستت دارم پسر نازنینم. زندگی من عزیز من چه کار کردی عشق من پسر نازنین من با لحنی آزرده زیر لب گفتم نشنیدین؟ گفتم دیگه نمیرم مدرسه واکنشی نشان ندادند چیزی که در آن سکوت غیبت داشت این سوال بود بعدش میخواهی چه کار کنی؟ برای اینکه حواسشان را به خودم جلب کنم به شکلی مزهک داد زدم میخوام برم استخدام ارتش بشم جواب داد هرچند مثل فشفشه ای که روی زمین فشفش می کند و جرقه می و بعد ناگهان خاموش می شود. پدرم بالاخره گفت ها؟ مادرم هم کمی به سمت من برگشت و با صدایی جدی و ملایم گفت نرو همین به گذشته که نگاه می کنم می بینم بعد از یک عمر نوشته ریز زیر تیتر اصلی برادرم بودن چقدر مذبوحانه دلم توجه می خواست. به جز این دلیل دیگری برای تصمیم لجوجانه و بی فکر و خودنابودگرم به ذهنم نمی رسید. دو روز بعد در اداره سربازگیری ارتش استرالیا بودم و ازم سوالات مسخره می کردند و من هم جوابهای مسخره تر می دادم. افسر جذب نیرو پرسید به هم بگو ببینم پسر فکر کنی چی جنس مرغوب برای ارتش درست میکنه گفتم پنبه سبک بعد از اینکه ده ثانیه نخندید با کینه یک راست فرستادم پیش دکتر متاسفانه این پایان ماجراجوییام بود در امتحانات توانایی های جسمانی هم با موفقیت کامل مردود شدم. دکتر نگاهی پر از حیرت به من انداخت و گفت به جز دوران جنگ بدنی به این درب و داغانی ندیده. برخلاف تصورم این مردودی برایم گران تمام شد و با سر شیجه رفتم در استخر افسردگی. زمانی که از پی آمد دوره است از دست رفته سه سال که در طولش حس می کردم سوالاتی را احاطه کردم که از مدتها پیش بر من محیط بودند هرچند برای هیچ کدام جواب لازم را پیدا نمی کردم موقع گشتن به دنبال جواب برای قدم زدن بیرون میرفتم به خودم هنر خواندن در حال راه رفتن را آموزش دادم زیر درختها دراز میکشیدم و حرکت ابرها را از پشت هجاب برگ ها نگاه می کردم. تمام ماهها را به تفکر گذراندم داشتم به ویژگی های تنهایی پی می بردم. بیشتر شبیه این بود که دستی که تازه از یخچال بیرون آمده پایت را آرام فشار بدهد. نمی توانستم راهی پیدا کنم که موجود ویژه‌ای در جهان باشم. ولی میتوانستم راهی متعالی برای پنهان شدن پیدا کنم و برای همین نقاب های مختلف را امتحان کردم. خجالتی، دوست داشتنی، متفکر، خوشبین، شاداب، شکننده. اینها نقاب های ساده ای بودند که تنها بر یک ویژگی دلالت داشتند. باقی اوقات نقاب های پیچیده تری به صورت می زدم. محزون و شاداب. آسیب پذیر ولی شاد. مقرور اما افسرده. اینها را به این خاطر که توان زیادی ازم می بردند در نهایت رها کردم. از من بشنو نقاب های پیچیده زنده زنده تو را میخورند. ماها نالکنان کنان میگذشتند و تبدیل به سال میشدند و من همینطور ول میگشتم و داشتم از بیفایدگی زندگیم دیوانه می شد درآمدی نداشتم و مجبور بودم فقیرانه زندگی کنم. سیگارهای نصفه از زیر سیگاری کافه ها بر می داشتم. گذاشتم انگشتانم به رنگ زنگار در بیایند. مثل احمق ها به مردم شهر زل می زدم. بیرون می خوابیدم, زیر باران می خوابیدم. در اتاق خوابم میخوابیدم درس‌های ارزشمندی از زندگی گرفتم مثلا احتمال سیگار گرفتن از آدمی نشسته هشت برابر بیشتر است از احتمال سیگار گرفتن از آدمی در حال راه رفتن و 28 و برابر بیشتر از احتمال سیگار گرفتن از کسی که در ترافیک گیر کرده. نه مهمانی، نه دعوتی، نه معاشرتی. یاد گرفتم کنار گیری آسان است. عقب نشینی راحت، پنهان شدن، حل شدن، گلچین کردن راحت. وقتی از دنیا کنار میکشی، دنیا هم به همان اندازه از تو کنار میکشد. مثل رقص دوگام. دنبال درد سر نمیگشتم و از اینکه هیچ درد سری هم برایم پیش نمیآمد، حوصلم سر می رم. هیچ کار نکردنم به اندازه کار کردن در بازار بورس نیویورک در صبحی که بازار سقوط کرده پر سر و صدا بود. اینجوری ساخته شدم. در این سه سال هیچ اتفاقی برایم نیفتاد و تمام این مدت برایم خیلی خیلی پرتنش بود. در نگاه مردم شهر چیزی شبیه وحشت می دیدم. قبول دارم. آن روزها سر و غریبی داشتم. بیرنگ و رو ریشو لاغر مردنی. یک شب زمستانی فهمیدم مردم شهر به طور غیر رسمی به هم لقب اولین دیوانه بیخانمان شهر را دادن. به رغم اینکه هنوز خانه داشتم و هنوز سوالات باقی بودند و هر ماه تقاضای من برای سوال بلندتر و مسررانه تر می شد. وارد دوره بیوقفه ستاره بینی درونی شدم. ستاره ها افکارم بودند و انگیزه ها و اعمالم. در خاک و خل ول می گشتم و در سرم ادبیات و فلسفه می چپاندم. اولین اشاره از جانب هری بود زمانی که در زندان نیچه را به من معرفی کرد. یک کتاب انداخت طرفم و به عنوان مقدمه گفت فردریش نیچه مارتین دین. بعد از بوتش نقل قول کرد. مردم همیشه بر کسی که برای زندگیش الگوهای شخصی اختیار می کند خشم میگیرند. چون منش خلاف عرفی که بر می گذیند باعث می شود مردم احساس خفت کنند. همانند موجودات عادی. از آن به بعد خیلی از کتاب فلسفی را از کتابخانه گرفتم و بلعیدم. به نظرم آمد بخش اعظم فلسفه مجادله است بی اهمیت درباره چیزهایی که نمی توانی بفهمی. اطلاف وقت برای مشکلات حل نشدنی به چه درد میخورد؟ چه فرقی می کند روح انسان از اتم های نرم و گرد روح درست شده یا از لگو؟ نمی شود فهمید پس بی خیال. همچنین فهمیدم فلاسفه حالا میخواهند خواهند نابغه باشند یا نباشند از افلاتون به بعد ریشه فلسفه خودشان را زدند. چون تقریبا هیچ کس نمیخواسته از صفر شروع کند یا با عدم قطعیت کنار بیاید. می توانی تعصبات و منافع و امیال تک تکشان را بخوانی. هیوم میگوید انسان فقط کپی پیست میکند. اختراع کند. مثلا فرشتگان آدم های بال دارند. همینطور پا گنده است با پاهای گنده. برای همین بود که می توانستم در بیشتر سیستم های فلسفی عینی ترس ها و تعصبات و آرزوهای انسان را ببینم. تنها کار مفیدم کتاب خواندن برای لایونل بود که دیگر محال بود بیناییش بازگردد. یک عصر بارانی چیزی نمانده بود اتفاقی نامنتظر بیفتد. حادثه ای که ناگهان باعث شد کارولین نصف شب شهر را ترک کند. این هم شرح ماجرا. داشتیم سعی می کردیم با هم برای لایونل کتاب بخوانیم. ولی او دائم وسط حرفمان می پرید و میخواست به خودش بقبولاند زندگیش بهتر شده. داشت تمام تلاشش را میکرد با کوریش کنار بیاید. از وقتی اومدیم به این شهر خراب شده چیزی ندیدم جز چشمای پر از تحقیر و چهره های اتهام زن. الان دیگه مجبور نیستم ببینمشون. لایونل کم کم داشت از نفرت غیر ارادی مردم به خودش رها می شد. نفرتی که بابت حساب پرپولش بود. انگار شخصیتش ادامه حساب بانکیش است. مردم نمیخواستند خودش را بشناسند یا داستانش را بدانند. برایشان مهم نبود دو سال قبل از آمدنش به شهر ما فهمیده مادر کارولین میزبان یک سبد تومور غیر قابل جراحی شده که مثل آلو درونش رشد می برایشان مهم نبود که زنش موجودی سرد و عصبی بوده و فرایند مردن او را به موجودی بهتر تبدیل نکرده. باورشان نمیشد مردی با آن همه پول می تواند خصوصیاتی انسانی داشته باشد و بشود با او همدلی کرد. او در معرض بوگندوترین، ترین تعصب روی زمین بود نفرت از ثروت دست کم یک نجات پرست مثلا کسی که از سیاهان متنفر است ته دلش آرزو نمی کند سیاه باشد تعصبش هر چقدر هم زشت و احمقانه دقیق است و صادقانه نفرت از پولدارها از جانب کسانی که له لح, لح میزنند با آدمهای منفورشان جا عوض کنند حکایت گوشت و گربه است هی hey, دیگه لازم نیست حتی یه قیافه افسرده دیگه ببینم الان اگه یکی رو اذیت کنم و نگه وای اصلا متوجه نمیشم گوره پدر چشمای مخالف فرار کردم بالاخره اینقدر حرف زد که خوابش برد وقتی لایونل جوری خورناس کشید که انگار تمام وجودش دماغ بود یواشکی رفتیم اتاق کارولی تصمیم گرفته بود تری را فراموش کند ولی اینقدر درباره فراموش کردنش حرف زد که به نظرم آمد چیزی جز تری در ذهنش نیست همین جور حرف میزد و با اینکه عاشق صدای اسفنجیش بودم باید یک جوری جلوش را می گرفت. سیگار نصف ای را که از جوی برداشته و در آفتاب خوش کرده بودم آتش زدم. وقتی پک می زدم، سنگینی نگاهش را حس کردم و وقتی سرم را بالا آوردم دیدم لب پایینش کمی جمع شده مثل برگی که یک قطره باران رویش بچه کرد. ناگهان صدایش را پایین آورد. سر تو چی میاد مارتی؟ سر من نمیدونم. امیدوارم اتفاق بدی برام نیفته. با عصبانیت گفت: آیندت. حتی نمیتونم بهش فکر کنم. خب فکر نکن. دوید سمتم و بغلم کرد بعد خودش را عقب کشید و به چشمان هم نگاه کردی کل ماجرا باور نکردنی بود بعد ناگهان پسم زد و جیغ کشید داریم چی کار میکنیم؟ و قبل از اینکه بتوانم جواب بدهم گریه کنان از اتاق دوید بیرون نیم ساعت همانجا ماندم و با چشمان بسته بالشش را بوییدم. غرق در صحنه رویایی ازلی که از دستم گریخته بود. وقتی برنگشت رفتم و زیر درخت مورد علاقم نشستم تا به انتهار فکر کنم و علفها را پاره کنم. یک هفته سراغش نرفتم. از آنجایی که او بود که قاطی کرده بود خودش باید می آمد دنبال من. بعد شنبه لایونل وحشت زده به من تلفن کرد. مسواکش را پیدا نمیکرد چون کور بود دلیل نمیشد از عفونت لحظه نترسد. رفتم و دیدم مسواکش در کاسه توالت شناور است. گفتم باید با آن مسواک خداحافظی کند. گفت کارولین رفته. دیروز صبح از خواب بیدار شدم و یه غریبه داشت توی اتاقم نفس میکشید. میدونی من آدما رو از نوع نفس کشیدنشون تشخیص میدم. به عمرم اینقدر نترسیده بودم. داد زدم تو کی هستی؟ اسم شلی بود. پرستاری که کارولین برای مراقبت از من استخدام کرده بود. سر شلی داد زدم بره بیرون و اونم رفت. عوضی. نمیدونم باید چی کار کنم. من میترسم مارتین. تاریکی خسته کنند دست و به شکل عجیبی قهوهی. کارولین کجا رفته؟ به خدا اگه بدونم. ولی شرط میبندم داره بهش خوش میگذره. وقتی بچه تو با آزادی بزرگ کنی همین میشه. فکر کنم آزادی. به دروغ گفتم. مطمئنم همین روزا بر میگرده. بعید میدانستم هیچ وقت برگردد. همیشه میدانستم کارولین بالاخره یک روز ناپدید خواهد شد و حالا آن روز فرا رسیده بود. طی چند ماه آینده از جاهای مختلف از کارولین کار پستال دریافت می کردی. اولی عکسی بود از رودی در بخارست. کلمه بخارست رویش مهر شده بود و پشت کارت کارولین با خطی خرچنگ قورباغه نوشته بود من تو بخارست هستم. هر دو هفته یک بار کارت پستال جدیدی می آمد. از ایتالیا، وین، ورشو و پاریس. این وسطها اغلب به تری سر می زدم. سفر دور و درازی بود. از شهرمان با اتوبوس، از شهر بزرگ با قطار و اتوبوسی دیگر تا هومه فقیر نشین دور دست. دار و تعدیب شبیه یک ساختمان مسکونی کم طبقه بود. هر بار که وارد می شدم مدیر آنجا انگار که ریش سفید خانواده با اصل و نسب هستم به من خوش آمد می گفت و شخصا تا سالن ملاقات مشایعتم می کرد. از مسیر راهروهای طولانی و پرشماری که هنگام عبور از تک تکشان احساس ترس می کردم. ترس از جنایتکارهای جوانی که همیشه عصبانی بودند. انگار همین چند دقیقه پیش بعد از عبور پا به از هیمالیا دستگیر شده بودند. تری در سالن منتظرم بود. گاهی دور چشمش کبودی های ارغوانی رنگ تازه داشت. یک روز نشستم کنارش و رد مشتی را بر صورتش دیدم که داشت به تدریج محو می شد. با تمرکز زیادی نگاهم کرد. کارولین قبل از اینکه بره اومد ملاقاتم. و گفت با اینکه پدرش رو کور کردم همیشه دوستم داره وقتی جواب ندادم درباره این حرف زد که کور کردن لایونل بیلیت یک طرفه شده به دنیای جرم و جنایت گفت تو پلهات رو با جامعه خراب نمی کنی منفجر می کنی تند حرف میزد انگار داشت با عجله و اضطرار چیزی را دیکته میکرد با تمام وجود میخواست خودش را توجیه کند و برای نقشه جدیدش از من تایید بگیرد. متوجهی؟ داشت تکه های جعبه پیشنهادات را جمع میکرد و با آن داستان زندگیش را میساخت. تکه ها را با الگویی کنار هم میچید که بتواند با آن زندگی کند. ملتمسانه گفتم نمیتونی سرتو بندازی پایین و دل به درس خوندن بدی؟ گفت درس می خونم خیلی خوب چند بعد از بیرون اومدن از اینجا نخشه ها داریم. چشمک زد. چند تا رفیق پیدا کردم که دارن یه چیزایی یادم میدن. موقع بیرون آمدن دستم را مشت کرده بودم و به دار و تعدیب ها و خانه های امن و زندان ها فکر می کردم. از طریق همین مجازات هاست که جنایتکارها راهی برای گپ زدن پیدا می کنند. مشکل قانون این است که دائم دنبال راهی است تا جنایتکارهای خطرناک را با هم آشنا کند و همه را مستقیم به یک شبکه متصل کند. اگر پدرم ایده‌ای برای تسریع زوالش داشت، این ایده پیدا کردن شغلی به عنوان نابود کننده حشرات موزی بود. در چند سال گذشته همه فن حریف شهر شده بود. چمن کوتاه می کرد، نرده ها را تعمیر می کرد، کمی به بنایی وارد بود. ولی حالا بهترین شغل را برای خودش پیدا کرده بود. کشتن جانوران موزی. از صبح تا شب بخارات سمی استنشاق می کرد و تمام روز با موادی سمی مثل پودر حشر کش و قرص های کوچک آبی رنگ کشنده سر و کار داشت و به نظرم می آمد از سمیت خودش لذت می برد. به خانه که می آمد دستانش را جلوش می گرفت و می گفت به هم دست نزنید، نزدیکم نیاین، دستان سمیان زود زود یکی را و باز کنه بعضی وقتها که بد جنسیش گل می کرد با دستان سمی دنبالمان میدوید و تهدید می کرد به زبانمان دست می زند. الان به زبونتون دست می زنم. کارتون تمومه. مادرم جیغ می کشید. واسه چی دستکش دستت نمی کنی؟ همانطور که دنبال ما میدوید جواب میداد دستکش مال پروکتولوژیست هاست به این نتیجه رسیده بودم این راه حل شخصیش است برای کنار آمدن با سرطان مادرم وانمود میکرد مادرم بچه مریض است و خودش هم دلقکی که وظیفه خنداندن او را بر عهدهاش گذاشتن مادرم بالاخره خبر بد را به پدرم داده بود و با وجود اینکه پدرم اینقدر با محبت شد که دیگر موقع مستی کتکش نزند ولی سرطان و درمان و بهبودی و عود مجدد بیماری روز به روز او را نامتعادل تر می کرد. حالا وقتی پدرم ما را با دستان سمیش تهدید می کرد. مدتی طولانی مادرم به من ظلم می زد و این حس را به من می داد که آینه ای هستم قرار گرفته برابر یک روبه موت تا باز تا به مرگ را در آن ببیند. وضع خانه ما همین بود. مادرم آب میرفت و پدرم ناقل سموم کشنده بود و تری از بیمارستان روانی به زندان منتقل شده بود محیطی که قبلا به استعار مسموم خوانده میشد حالا به مفهوم واقعی کلمه مسموم وقتی تری بالاخره از دار و تعدیب آزاد شد بی هیچ دلیل موجهی فکر می کردم ممکن است سر عقل آمده باشد و شاید حتی برگردد خانه و کمک حال مادر در حال مرگمان باشد. رفتم به آدرسی که پای تلفن برایم خوانده بود. برای رسیدن به با آنجا باید اول می رفتم سیدنی. سفری چهار ساعته و بعد سوار اتوبوس می شدم و باز یک ساعت دیگر تا برسم به هومه جنوبی محله آرام و پردار و درختی بود خانواده ها بیرون بودند و سگ می و ماشین می شستند و پسر روزنامه پخش کن چرخ دستی زردش را حل می داد و با مهارت روزنامه پرت می کرد. روزنامه ها دقیق می افتادند روی پادری و صفحه اول همه هم رو به بالا بود. جلوی خانه ای که تری تویش زندگی می کرد یک ولو استیشن پارک بود. یک فواره کوچک با تنبلی باغچه‌ای مرتب و مانیکور شده را آب می‌داد. یک دوچرخه نقره‌ای به پله های ورودی خانه تکیه داده شده بود. همه اینها واقعی بودند؟ ممکن بود یک خانواده متوسط اشتباهاً تری را به فرزندی قبول کرده باشند؟ زنی که بیگودی لای موهای قهوه‌ایش بود و لباس خانه صورتی به تنداش در را باز کرد. جوری با تته پته و دودلی گفتم من مارتین دین هستم انگار که نبودم لبخند مهربانش جوری به سرعت ناپدید شد که یک آن فکر کردم تصورش کردم گفت اون پشت وقتی داشت جلوی من در راهروی تاریک راه میرفت بیگودی و مو را یک جا کند کلاگیس بود موهای خودش که به پشت شانه کرده و با سنجاق بسته بود رنگ سرخ آتشین داشت لباسخانه صورتی را هم انداخت و لباس تور مشکی را آشکار کرد که بدنی چاق و چله را در بر گرفته بود وقتی دنبالش وارد آشپزخانه شدم دیدم روی دیوار و کابینت و پرده پر از سوراخ گلوله است. آفتاب از دایره های بی نقص کوچک به درون میتابید و روی زمین میله های تلایی مورب شکل میداد. زنی چاق پشت میز نشسته و سرش را در دستانش گرفته بود. از کنارش گذشتم و رفتم حیات پشتی. تری داشت روی منقل سوسیس کباب می کرد. یک شاتگان به حسار چوبی کنارش تکیه داده شده بود. دو مرد با سرهای تراشیده روی صندلی راحتی نشسته بودند و آبجو می خوردند. تری داد زد مارتین با قدم های بلند آمد طرفم و محکم بغلم کرد. بعد یک دستش را انداخت دور گردنم و با اشتیاق معرفیم کرد. بچه ها این برادرم مارتی کل عقل و شعور رو این ارث برده. به من چیز زیادی نرسید. این جک مارتی و این پسر محجوبیم که اینجا نشسته اسمش هست میت اکس. زمانی که با وحشت به این دو مرد قول پیکر لبخند می زدم. در این فکر بودم خیلی به ندرت کسی برای بریدن گوشت از تبر استفاده می کند. به برادر قبراق و ازولانیم نگاه کردم و ناخداگاه پشتم صاف شد. در این چند سال اخیر فکر می کردم یک قوز کوچک درآوردم که به خاطرش از دور حدوداً هفتاد و سه ساله به نظر می رسیدم. تری گفت حالا برنامه پایانی. پیراهنش را درآورد و من چنان جا خوردم که سرم گیج رفت. تری جنون خالکوبی گرفته بود. سر تا پایش بدل شده بود به هزار تویی از آثار هنری دیوانوار. روزهایی که به ملاقاتش می رفتم خالکوبیها را دیده بودم که از زیر آستینش بیرون می خزیدند. ولی تا حالا ندیده بودم چه بلایی سر بدنش آورده. حالا می توانستم تشخیص بدهم. از سیب آدم تا ناف یک ببر تاسمانی خندان یک پلاتیپوس قران یک شطور مرغ که به شکل تهدیدآمیزی دهانش را باز کرده بود یک دست کوالا که در موشتهای گره کردهشان چاقو گرفته بودند یک کانگورو که از لسهاش خون میچکید و یک قمه در اش داشت. تمام حیوانات بومی استرالیا. هیچ وقت نمیدانستم برادرم تا این حد وطن پرست است. از را تکان داد و انگار این جانوران هار شروع کرده بودند به نفس کشیدن. یاد گرفته بود با حرکت دادن عضلاتش کاری کند حیوانات زنده شوند تأثیری ترسناک و جادویی داشت در هم شدن رنگ ها باعث شد سرم گیج برود تری که مشخص بود انتظار مخالفت مرا داشته گفت این باغ وحش یکم شلوغ پلوغ شده نه؟ راستی حدس بزن کی اینجاست قبل از اینکه بتوانم جواب بدهم از بالا سرم صدایی آشنا شنیدم هری از پنجره طبقه بالا به پایین دلا شد لبخندش به اندازه پهن بود که احساس میکردی دماغش را بلیده یک دقیقه بعد آمد پیش ما از آخرین باری که دیده بودمش خیلی پیرتر شده بود. تک تک موهایش به رنگ خاکستری غمناکی درآمده بود و اجزای چروکیده صورت خستش انگار بیشتر در جمجمش فرو رفته بودند. متوجه شدم شل زدنش هم بدتر شده. پایش را مثل یک گونی آجر پشت سرش می کشید. هری داد زد. ما داریم انجامش می چی رو؟ دموکراتیک تبه کاری. این یه لحظه تاریخیه. خوشحالم اینجایی. میدونم که نمیتونیم وسوسهت کنیم به ما ملحق بشی ولی ناظر که میتونی باشی نمیتونی وای چقدر خوبه که برادرت بیرونه خیلی دوران مزخرفی داشتم فراری بودن خیلی آدم و افسرده میکنه هری برایم گفت تمام این مدت به پلیس تلفن میکرده و میگفته خودش را فلانجا دیده و پلیس را میفرستاده دنبال نخودسیا پلیس وجب به وجب خیابانها را به دنبال او جستجو می کرده. هری از تصورش پقی زد زیر خنده. پلیس و مثل آب خوردن میشه گذاشت سر کار. به هر حال داشتم وقت تلف می کردم که حبس تری تموم شد. حالا در خدمت شماییم. شبیه مجلس سنای روم باستان. هر روز ساعت چهار کنار استخر با هم جلسه داریم. استخر را نگاه کردم. از این روزمینی ها بود. آبش هم به رنگ سبز پوست ماری. یک قوطی آب جو داخلش شناور بود. معلوم بود دموکراسی کاری با بهداشت ندارد آنجا رسما فاضلاب بود چمنهای بلند همه جا پر از جعبه های خالی پیتزا و سوراخ گلوله و در آشپزخانه هم زنی که معلوم بود چه کار است نشسته بود و بی هدف خودش را می خارند. تری از پنجره به او لبخند زد. من دستم را روی شانهش گذاشتم. میتونم باهات حرف بزنم. رفتیم آن طرف استخر. سوسیس ها روی منقل آجوری جزقاله شده بودند و زیر آفتاب می گفتم داری چی کار می کنی تری؟ چرا دست از خلاف بر نمی داری و یه کار عادی پیدا نمی کنی؟ خودت خوب می دونی چیزی از این تاوانی در نمیاد. بعد با اینکه میدانستم قبول ندارد گفتم ضمنا هری دیوونه است ولی واقعیت این بود که با نگاه به چشمان وحشی تری کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم دیوانه واقعی برادرم است و هری فقط بوز پیری است که نظرات عجیب و غریب دارد تری پرسید تو چی؟ من چی؟ تو میخوای با زندگی چه کار کنی؟ اونی که تو قفس اسیره توی نه من من نیستم که تو شهری زندگی میکنم که ازش متنفرم من نیستم که توانایی هام رو نادیده میگیرم آخر عاقبت تو چیه داداش؟ معموریت تو تو زندگی چیه؟ تو به اون شهر تعلق نداری نمیتونی تا ابد اونجا ول بچرخی نمیتونی از مامان و بابا حمایت کنی نمیتونی از مرگ فرار کنی باید از همه چیز دل بکنی باید بزنی بیرون و زندگی کنی زندگی من کم و بیش مشخصه ولی تو یه گوشه نشستی و هیچ کاری نمی کنی. به خودم لرزیدم. حق با این فسقلی پست بود. کسی که در تله افتاده بود من بودم. نمیدانستم کجا بروم و چه بکنم. دوست نداشتم اسیر روزمرگی شوم ولی خلافکار شدن هم ازم بر نمی آمد علاوه بر این با مادرم عهدی ناگسستنی بسته بودم که کم کم داشتم نادیدش می گرفتم تا حالا به دانشگاه فکر کردی مارتی؟ من دانشگاه نمیرم من مدرسه رو هم تموم نکردم بابا یه غلطی باید بکنی دیگه چرا با رفتن از اون شهر خراب شدم اون شروع نمی کنی؟ نمیتونم از شهر برم. واسه چی؟ با اینکه میدانستم کار درستی نیست قولی را که داده بودم با تری در میان گذاشتم. توضیح دادم بد جور گیر کردم و هیچ کاری هم نمیتوانم بکنم. چه کار میکردم؟ مادرم را تنها میگذاشتم تا کنار پدر بی احساسم بمیرد؟ زنی که تمام مدتی که در اغما بودم برایم کتاب خوانده بود؟ زنی که به خاطر من از همه چیز گذشته بود؟ تری پرسید حالش چطوره؟ گفتم روی هم رفته خوبه. ولی داشتم دروغ می گفتم. مرگ محتوم تأثیر عجیبی رویش گذاشته بود. بعضی شبها سرزده می آمد اتاقم و برایم کتاب می خاند. نمی توانستم تحمل کنم. صدای کتاب خواندنش مرا یاد زندانی دیگر میانداخت آن مرگ مزخرف زنده اقما بعضی وقتها نصف شب با تکانهای شدیدی از خواب می پریدم. مادرم بود. می خواست مطمئن شود دوباره به اقما نرفتم. خوابیدن عملا غیر ممکن بود. تری پرسید میخوای چیکار کنی؟ اینقدر اونجا بمونی تا بمیره؟ فکر وحشتناکی بود. اینکه بالاخره یک روز خواهد مرد اینکه قولی داده بودم که دیگر داشت خفم می کرد. چطور می توانستم این مسیر را بروم بی که این زشت ترین فکر را از سرم دور کنم. هی مامان زود باش بمیر. تری گفت دیگر نروم خانش. بنابر اصرار او بسته به فصل موقع کریکت یا راگبی هم دیگر را می دیدیم. در طول بازیها تری جزئیات تاونی دموکراتیک را برایم شهر میداد. اینکه چطور همیشه شیوهشان را تغییر میدادند هرگز یک کار را دو بار نمیکردند یا اگر میکردند از مسیر دیگری می رفتند. مثلا یک بار دو بانک را پشت سر هم زده بودند. اولی صبح بوده و همه کلاه دو چشمی سرشان گذاشتند و کارمندها و مشتریها را وادار کردند دمر بخوابند روی زمین. دومی زمان ناهار بوده ماسک گوریل گذاشتند و موقع دزدی فقط با هم روسی حرف زدند و کارمندها و مشتریها را وادار کردند دست به دست هم بدهند و به شکل دایره بیستند. سریع بودند، موفق بودند و از همه مهمتر ناشناس بودند. این ایده هری بود که تمام اعضای باند چند زبان یاد بگیرند. حالا نه کامل در حدی که برای دزدی لازم است. پولو بده بهشون بگو دستاشونو بگیرن بالا بریم از این جور چیزها. هری نابغه گمراه کردن ملت بود. مایه تعجب بود که این همه حبس کشیده بود. چند تا خبرچین پلیس هم پیدا کرده بود و بهشان اطلاعات غلط میداد. برای یکی دو دشمن قسم خورده هری هم فکری کرده بودند. در آسیب پذیر ترین حالت بهشان حمله میکردند. وقتی سرشان خیلی شلوغ بود. تنها مشکل تأسیس تاوانی دموکراتیک یعنی آرزوی دیرینه هری تشدید پارانویای بی همتایش بود. کسی نمی توانسته برود پشتش. تمام مدت جوری راه می رفته که پشتش به دیوار باشد و اگر مجبور می شده به فضای باز برود مثل فرفره دور خودش میچرخیده. در جمعیت وحشت برش می داشته و وقتی میان آدمها گیر میافتاده دچار اسپاسم های عزولانی شدید میشده. خندهدارترین صحنه وقتی بوده که مجبور می شده در فضای باز ادرار کند. نمیرفته پشت درخت چون پشتش بی دفاع می شده. رو به جلو تکیه میداده به درخت اسلحه به دست در خانه هم کلی تناب و زنگ بسته بوده به همه جا تا اگر کسی خواست وارد اتاقش شود آژیر دست سازش به صدا در بیاید. هر روز روزنامه ها را چک می کرده که ببیند اسمی از او بردند یا نه. با چشمان از هدقه درآمده مثل دیوانه ها ورقشان میزده. هری یک بار به من گفت ارزش اخبار روزانه رو دست کم نگیر. همین اخبار جون خیلی از آدمای تحت تعقیب و نجات داده. پلیس همیشه میخواد به همه ثابت کنه داره پیشرفت میکنه. طرف فلانجا مشاهده شده فلان نشانه رو فلانجا پیدا کردیم اینا رو بذار کنار گرسنگی سیری ناپذیر مردم برای اخباری که هیچ ربطی بهشون نداره و حالا بهترین چیزو برای فراری که روی دور خلافه به دست آوردیم. تو فکر میکنی من پارانویدم؟ یه نگاهی به مردم دوروبرت بکن؟ درباره هر تجسسی اطلاعات به روز میخوان. چون فکر میکنن اولیاء امور جزئیات و پنهان میکنن و اطلاعات جنایتکارهایی رو که تفنگ و فلان به دست توی حیاتشون منتظر اشق و حال واسدادن بهشون نمیدن. هری بقیه اعضای تاوانی را به داشتن عقاید مزدورانه متهم می کرد. می گفت بوی تمر را از تک تکشان حس می کند. می گفت مثل دانه های عرق بهشان چسبیده. داد میزد هزار دلار بس نیست؟ هری پیش بینی می کرد سنای رومی کوچکشان در آتش خواهد سوخت. ظاهرا دموکراسی در تبهکاری فرقی با دموکراسی های دیگر نداشت. در تئوری بینظیر ولی ملوث با این واقعیت که هیچ کس باور ندارد انسانها برابر آفریده شدند. تمام جلسات تاونی به مجادله برای تقسیم سهم و کارهای کثیفی مثل پاک کردن شمار سریال هزار دوربین سرقت شده میگذشت. اعضای تاوانی یاد میگرفتند دموکراسی های سود محور همانطور که در تمام کشورها آشکار شده باعث ایجاد بیتعادلی و طمع و بیتابی می شوند و از آنجایی که هیچ آدمی رأی نمی دهد تا کسی باشد که توالت های عمومی را تمیز می کند در نهایت به انشقاق گروه ها و اتحاد ضعیفترین منفورترین آدم ها می انجامد. به علاوه هری بو کشیده بود که ناشناس بودن کم کم داشت اعصاب بقیه اعضا را به هم میریخت. ریخت. هری همه چیز را از این طریق کشف می کرد. سراخ های بینیش. یک بار به تری اشاره کرد و گفت تو از همه بدتری تری گفت من که چیزی نگفتم لازم نیست بگی بوشو و میشنوم و شاید واقعا میتوانست بویش را حس کند مگر خودش یک بار نگفت پارانوید بودن به مدتی طولانی قدرت قدرتهای تلپاتیک آدم را افزایش میدهد شاید واقعا راست می گفت. شاید هری حقیقتا آینده را می دید. شاید هم فقط داشت چیزهای از حرومن شمس به زبان می آورد. اینکه برادرم ایده های داشت و آن ایده ها قرار بود خودش و تمام اطرافیانش را به نابودی بکشاند. هرچند که راستش این قضیه در آن زمان چندان هم مثل روز روشن نبود. پیشبینیش نمی کردم. خب شاید باب دیلن اشتباه کرده بود. شاید باید هواشناس باشی تا به فهمی باد به کدام سو می وزد.